بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز دوشنبه 22 فوریه سال 2016 میلادی است و برابر است با 3 اسفند ماه 1394. 4 روز دیگه اگه اشتباه نکنم در ایران انتخابات برقرار میشه یا برگزار میشه. عذر میخوام، یک جرعه چای بنوشم. این چایی هم عجب به قول شیرازی ها سنگین شده. امروز قرار هست که با یکی از دوستانی که در رابطه با این صندوق رأی و انتخابات آزاد که توسط آقای اوسانلو و دوستانشون درست شد و تأسیس شد صحبتی داشته باشیم و ایشون برای من از طریق اسکایپ به اصطلاح ریکوست یعنی درخواست فرستاد، ما قبول کردیم. بعد حالا من منتظر ایشون هستم، شاید هم ایشون هم منتظر من هست. بذارید تماس بگیرم ببینم هستن این آقا یا چه باید کرد. و در صورت ممنونم، ما کاری رو که توی آمریکا رسم هست، یه چیزی که درست میشه، خودشون حتی حقوق میدن به یه افرادی که اونها بیان و اون چیزی رو که درست کردن آزمایش کنن و ما این کار رو مجانی برای این دوستان کردیم. آقای کیانزاد شما هستید اینجا قربان؟ بله، درود بر شما. ممنونم، خیلی ممنون، تصویرتونم داریم، بسیار عالی. بله بله همینجا خوبه، فقط اگه نگاه به این بر کنید ما رو ببینید بهتره. بله خواهش میکنم. ممنونم. من برای دوستان داشتم توضیح میدادم. چی شد تصویرتون قطع شد؟ بذارید دوباره تماس بگیرم. من معمولا قبل از تماس اصلی یه تماس میگیرم ولی امروز کار داشتم و بیرون بودم و فرصت نشد که با آقای کیانزاد به اصطلاح ارتباط رو تست کنیم، صدا و تصویر رو. و الان هم ایشون هم صدا خوب بود هم تصویر آمد، ولی تا داشتن تصویرشون رو تنظیم میکردن قطع شد. آقای کیانزاد هستید شما؟ آره بله. نمیدونم چرا ویدیوی شما تا اون صفحه رو خواستید تنظیم کنید قطع شد. الان هست، امیدوارم همینجوری باقی بمونه تا ما از صحبت‌های شما استفاده کنیم. اولا من داشتم برای دوستان بیننده توضیح میدادم که آشنایی من با شما چگونه بود، از طریق اون ایرادی که من گرفتم از اون صفحه صندوق رأی و شما لطف کردید برای من پاسخ دادید و پرسیده بودید از من که آیا نیت من چیه از این ایراد گرفتن. و بذارید ما دو حالتش رو در نظر بگیریم، یکی این که فرض کنیم که ایراد، یعنی به اصطلاح ایراد گرفتن من از روی سوء قصد و نمیدونم نظر بوده، یا اینکه از روی دوستی و دلسوزی. در هر صورت در اصل ماجرا فرقی نمی کنه. حتما شما هم در طی سالهایی که زندگی کردید، چیزهایی که ساختید و اینها بوده، برنامه‌ای رو می‌ریزید قبل از اینکه اون رو به مرحله اجرا بذارید با بهترین دوستان، برادر، فامیل. مثلا اگر یک منزلی میخواید بسازید، قبل از اینکه نقشه‌ای بکشید خودتون، از دیگران نظرخواهی میکنید. بعد که نقشه رو کشیدید تازه اون رو میبرید میدید به یک معماری، آرشیتکتی، بعدم باز به اصطلاح مورد پرسش و اینها قرار میدید تا اجرا کنید. این دوستان صندوق رو درست کرده بودن. وقتی که آقای اوسانلو با اون شور و هیجانی که همیشه در وجود ایشون هست توضیح دادن، چندین بار تأیید و تأکید بر این کردن که این صندوق اشتباه ناپذیره و من روی برنامه تلویزیون ثابت کردم که ایشون اشتباه میکنه و این صندوق اشتباه پذیر هست. ناگفته نماند، ایشون حسن نیتش رو چندین بار نشون داده تا حالا، همین که ایرادهای من رو به دیگران منتقل کرده، اونها درست کردن این ایراد رو، همین که من حتی به عنوان نامزد و نماینده و کاندید اسم نوشتم، ایشون اسم من رو گذاشته. خلاصه به قول آمریکایی‌ها این long story short، این داستان
طولانی رو کوتاه میکنم. به شما سلام میکنم، خوش آمد میگم به تلویزیون مردم. آقای دکتر حسن کیانزاد، من ویدیوهای شما رو توی برنامه‌های مختلف جنبش مردمی، نهاد مردمی، توی برنامه آقای دکتر نصر اصفهانی، اگه اشتباه نکنم اسدالله نصر اصفهانی، دیده بودم و خوشحالم که الان فرصتی شد با شما صحبت کنیم. چند دقیقه از خودتون بگید که آقای دکتر حسن کیانزاد کی هست و فعالیتاش چیه. و سوال من اولینش اینه که شما چرا در این همه سازمان‌های مختلف فعال هستید؟ آیا این سازمان‌ها تا حالا تأثیری داشته، نتیجه‌ای داشته، یا عذر می‌خوام اینو میگم، یا فقط برای وقت گذرونی هست که شما خودتون رو به این صورت مشغول می‌کنید؟ بفرمایید. آره، نخست درود بر شنوندگان و بینندگان تلویزیون شما و سپاس از شما که هر روی این جریان یا فرصت پیش آمد در رابطه با اینکه جناب هر شبت که منصور حسانلو در دعوتی کرده بودن، من هم پاسخی داده بودم در این رابطه که پس از آن از سوی جنابالی در رابطه با نارسایی هایی که این صندوق رأی آزاد و دموکراتیک در واقع داشت و من دیدم که، یعنی برای من برداشتم، خصوصی که سپاسگزاری کردم، یعنی این که ما شکی درش نیست، اگر که یک کنش سیاسی است از دال خارج نیست، یا این که ما این کنش یا کنش‌های دیگر سیاسی رو به نقد می‌کشیم و تحلیل و بررسی قرار می‌دیم، و یا این که یعنی رد می‌کنیم و یا این که حمایت می‌کنیم. و خب جناب‌عالی اشاره بر این داشتید، نارسایی هایی وجود داره و مسئله این که یک نفر میتونه به 10 نفر رای بده و عرض شد که مثل صندوق انتخابات آخوندها و بعد هم این که باید حقیقت رو آشکار کرد. خب کاملا درست، و من در پاسخ نوشتم که خوب است که به این نارسایی ها عرض شد که به دنبالش بره، به خاطر این که بعد جدی میگیریم یک چنین در واقع کنشی رو. ولی برداشت من بود، یعنی پرسش من از جنابالی این بود که آیا در رابطه با خود کنش هست و یا اینکه این نارسایی هایی که وجود داره، زیرا که من به عنوان یک فرد سیاسی که در این میان بیش از 50 سال کار سیاسی کردم میدانم که واکنش ها چگونه خواهد بود، یعنی اینکه کسانی که به گونه ای با یک جریان سیاسی با یک کنش مخالف هستند بعد سوء استفاده در واقع میبرند. به همین سبب هم پرسش رو مطرح کردم و خب به اینجا کشید که ما امشب جنابالی دعوت فرمودید و من امشب خدمت شما هستم. اما در رابطه با خود من، به هر روی من خیلی کوتاه 14 سالم بود که با نهضت پانیرانیسم در دبیرستان آشنا شدم و از همان هنگام در مرشد نخست در حزب ملت ایران بر بنیاد پانیرانیسم که زنده یاد داریوش همایون در آن هنگام عرض شد که مسئول تشکیلات در واقع بودند و پس از اون با زنده یادان محسن پزشکپور و دکتر محمد رضا عاملی که پس از انقلاب فاجعه آفرین 57، شاید که یک ماه پس از اون ایشون رو هر شبت که کشتند، و
از آن هنگام و پس از آن عنوان یکی از معاونین حزب پانیرانیست در واقع در برونمرز، یعنی من در هنگام انقلاب در ایران بودم، پس از پایان تحصیلاتم در آلمان به ایران بازگشتم و در اونجا عرشاد که 7 سال مطب داشتم، 1 سال پس از انقلابم آنجا بودم، ولی به هر حال مجبور به ترک میهن عزیزمون ایران زمین شدم. و از آن هنگام هم باید بگوییم که ما نخستین در واقع کنشگران سیاسی بودیم که در واقع پاسخ به پرسش جنابعالی است که جنبش همبستگی ایرانیان برای آزادی و دموکراسی رو بنیان نهادیم. و این پرسش جنابعالی که چگونگی این که با بسیاری از نهادها، سازمانها و گروههای سیاسی در واقع همیاری و همکاری و همدلی داشتیم در این 30 چند سال گذشته، این در واقع نشأت گرفته از همون جنبش همبستگی ایرانیان در واقع. و معنا و مفهومی هم جز این نداره که ما در راستای مبارزه با این حاکمیت، این حاکمیت در واقع ضد ملی، سرانجام چاره ای جز این نداره که همه کسانی که در واقع در راستای تحقق دموکراسی در میهن عزیز ما ایران زمین هستند و به ویژه پس از گذشت بیش از 1.5 قرن از انقلاب مشروطیت که بتوانیم سرانجام تا هنگامی که هستیم در این راستا گام برداریم و بعد هم بتوانیم در واقع رویکردهای سیاسی رو نسبت به یکدیگر در واقع همگرایی به وجود بیاوریم، همدلی به وجود بیاوریم. بنابراین این فکر میکنم پاسخ نسبت به این است که چرا در واقع نه تنها در چارچوب عرشبت که حزب پانیرانیست که اتفاقا من دیدم که در ماه دسامبر گذشته جناب‌عالی در رابطه با سازمان جوانان حزب پانیرانیست در یکی از برنامه‌هاتون سخنانی داشتید که شاید امشب در اون رابطه هم بتوان صحبت کرد، به اون این است که بنابراین شخص من که امروز عرض شود که در دهه 80 زندگی رو پشت سر میگذارم، همچنان مصمم یک روز هم مبارزه بر ضد استبداد حاکم و این نظام ضد ملی و این ساختار ضد ملی رو کنار نگذاشتم. و به همین سبب هم هست که نه تنها یعنی در رابطه با این عرض شود که صندوق رأی آزاد یا انتخابات آزاد و دموکراتیک که به نظر من همواره این است که مخالفین استبداد حاکم در ایران از همون روزهای نخستین و در این 37 سال گذشته به هر حال به دنبال این بودند که راهی رو پیدا بکنند، راهکارهایی رو در واقع بر ضد این استبداد حاکم پیدا بکنند و مبارزه رو در واقع بر زمین نگذارند و تا بتوانند عرض شود که سرانجام روزی موفق بشوند. و این است که این کنش صندوق انتخابات آزاد و دموکراتیک از سوی به هر حال شخصیت های سیاسی مثل جناب اوسانلو و دیگرانی که دوستان دیگری که در ایران هستند، این به نظر من یک گامی است
در راستای به هر روی بگوییم که بسیج این راه استبداد و این به نظر من مهمه. من به هیچ وجه این باور رو ندارم که به ویژه از سوی شخصیت هایی مطرح میشه که احیانا عرض شود که این به گونه ای آب در هاون کوبیدن یک چنین برداشتی. خب معناش یعنی چی؟ یعنی هیچ و پوچ. و در درازای این 37 سال گذشته به هر حال این هزاران هزار نفری که بگوییم که جان خودشون رو از دست دادن، ما شهریور 67 رو نمیتونیم فراموش بکنیم که چند هزار نفر رو از دم تیغ این حکومت گذروندن. مگر آقای خمینی همون زمان نگفته بود بپرسید اسمتون چیه، اسم پدرتون چیه، توبه میکنید یا نمیکنید، تمام شد. و این چنین بود و مردم به ویژه جوانان و به ویژه زنان این سرزمین مبارزه رو بر زمین نگذاردن. پیش آهنگان این در واقع مبارزات بر ضد این حکومت، ما میبینیم زنان ایران در این 37 سال گذشته در واقع چگونه بوده. جنبش سبز در واقع دقیقا شعاراش روشن بود، معلوم بود. و بنابراین ما نمیتوانیم بر روی همه این جنبش هایی که در این 37 سال گذشته وجود داشته بیاییم بگوییم خب به نتیجه نرسیدن. به نتیجه نرسیدن باید رفت به دنبال دلایلش، مشکلاتی که وجود داشته. یکی از مشکلات که اتفاقا دیدم که جناب بهرام مشیری که با ایشون هم در رابطه با بحرین در واقع یه مصاحبه با ایشون داشتم، شاید که فرصت بفرمایید اون مصاحبه رو ببینید، و که خب سخن ایشون هم در واقع اینه که این حاکمیت، این حکومت در واقع با این همه جور و ستم و رعب و حراسی که به وجود آورده، به ویژه در سال 88 جنبش سبز، خب این تجاوزات نسبت به انسانها، کهویزک، خب اینها رو انسانها باید مورد تحلیل قرار بده. جنبه های در واقع روانیش رو که اصولا حرمت انسانی رو، شخصیت انسان رو اینها به چه صورت لگدمال میکنن. ولی همه این عرشب از سرکوب ها که در اینجا اجازه میخوام که اشاره بر این داشته باشم که اتفاقا آنچه را که جنابعالی در رابطه با سازمان جوانان اسپانیلیس و نشستی که در واقع داشتند به گونه ای که عرشبت که سخن گفته اید، خب همین سازمان جوانان بله معلومه در واقع مبارزه رو بر زمین نگذاشتند. حاکمیت، حکومت میگوید که این حزب وجود نداره و خود خمینی هم در یکی از همون ماهای نخستین خیلی ساده آمد گفت ملیگرایی در واقع کفر است و نشانی هم که آورد گفت پانیرانیست، حزب پانیرانیست، پانیرانیست در واقع کفر، یعنی محکوم از همون زمان کرد. و بعد هم به مانند دیگر عرض شود که بگوییم جبهه ملی و پانیرانیستا و دیگر نهادهای ملی که اینها در واقع قدغن کردند. ولی خیلی ساده اینا مبارزند. همین سازمان جوانان از پانیرانیست لابد جنابعالی ابوالفضل آبدینی رو شنیدید، سالیان سال در زندان به سر برد، به ویژه در رابطه با زندیات بهشتی که در زندان با هم بودن. در اونجا بود که ایشون خیلی رک و روشن گفت که زیر شکنجه قرارش داده بودن و آمده بود. منظورتون ستار بهشتیه؟ بله بله بله. و دیگر سروران و مبارزین این حزب الان شما در همین چند روز گذشته، هفته گذشته، دفتر مرکزی حزب پانیرانیست عرض شود که در منزل دبیرکلش بانو سفارپور در واقع هست،
به مانند سالیان گذشته این انتصابات رو که زندگیات داریش عرض شود که فروهر ازش به گونه خیم شبازی انتخاباتی نام به میان آورده بود، گفتن رو به سوی این انتخابات نخواهیم رفت، یعنی در واقع تحریم این انتخابات، و ریختند منزل ایشون، ریختند و گفتن شما ملیگراها درد سر برای ما درست میکنید، به پرچم شیر خورشید که در منزل بودند عرض شود توهین کردند و آنچه را که دلشون خواست برداشتند بردند. یا در شهر در خوزستان اهواز در همین دو هفته گذشته که دوستان در اونجا در منزل جای دیگه که نیست در منزل شخصی جمع شده بودند، آمدن بردن همش رو بازداشت کردن، چند ساعت نگه داشتن. یعنی این حکومتی که در واقع ترس از این داره که عرض شود که یک عده بیایند در یک جایی در واقع جمع بشوند، خب این روشنه. آقای ببخشید کیانزاد، اجازه بدین چون این چیزایی رو که شما میگید ما همه باهاش موافقیم و هممون این رو میدونیم، با گوشت و پوست و استخوان حس کردیم و به همین دلیل هم هست که بنده دبیر هنرستان بودم، زندگی و کار و ماشین نو و خونه رو ول کردم، با دو تا بچه آمدم خارج، هر کاری کردم تا امورم بگذره، اینجا وایسادم. صحبت اینجاست، اگر شما امروز میگید جمهوری اسلامی نمیذاره پانیرانیست حتی یک دفتری رو بیرون اجاره کنه که اونجا جمع بشن، چگونه است ما میبینیم آقای حالو، آقای عالی پیام، دیگران مجلس های 200 نفری 300 نفری راه میندازن، بدترین شعرها، بدترین طعنه ها رو به همین حکومت میزنن و ما میبینیم که اونها رو کاری ندارن. بله زندانم میرن میان فیلمم میگیرن که داریم میریم زندان، از زندانم شعر مینویسن. یعنی من به عنوان یک بیننده اینجا گیج میشم که آقای کیانزاد از این طرف میگه اصلا اونجا آزادی نیست، از اون ور ما میبینیم که از زندانهای جمهوری اسلامی 149 صفحه منیفست آقای گنجی میفرسه بیرون. همین دوستانی که امروز در خارج هستن از زندانهای ایران بهترین ویدیو که کوالیتیش کیفیتش بهتر از ویدیوی من و شما هست که در آلمان و آمریکا نشستیم تولید کردن و بیرون فرستادن. آقای باطبی حتی از مراحل فرارش فیلم گرفته روی قاطر در کردستان. آقای امیر فخرآور از ملاقاتش با آقای ریچارد پر و چگونه یه نفر از تو زندان میتونه با یکی از مسئولین دولتی آمریکا تماس بگیره، اونها ترتیب فرارش رو بدن بیاد اینجا. ضمناً در رابطه با این که پانیرانیست یکی از سازمانها و احزاب فعالی بود، صدای فریادهای آقای پزشکپور هنوز روی این ویدیوها هست و داره میچرخه، حرفی نیست. فقط صحبت من، سوال من اینه، من و شما میدونیم حتی افرادی رو که کارهایی رو میکنن مثل هم، به اصطلاح اینجا میگن the same، ولی انتظار دارن نتیجه مختلفی ازش گرفته بشه، میگن اینها احمق هستن. چگونه ما میایم نهاد مردمی رو، سالها اینها هسته درست میکنن، چراغ خاموش کنید، چراغ روشن کنید. شما یکی از اعضایی هستید که دیرکتور هستید اونجا، یا چی میگن اعضا هیئت امنا، نه؟ بله من خب. سالیانی چند سال بله بله. فکر کنم 6 دوره 5 دوره شما چی بله بله. من پرسشم از شما اینه، کسی که خود شما امروز با افتخار میگید من بیش از 50 سال هست در سازمانهای سیاسی هستم، آیا به اینها هیچ وقت ایراد گرفتید؟ ایرادات شما چیه؟ از همین صندوق انتخابات آزاد و دموکراتیک، چرا وقتی من ایمیل فرستادم دیگران یا خود شما نگفتید بله سوربی ما هم این ایراد رو مشاهده کردیم، به اینها گفتیم، از شما ممنونیم که این ایراد رو به نظر ما رسوندید؟ چون میگن دوست میگه ولی دشمن صبر میکنه بعد میگه که من خواستم بهتون بگم. مثلا همین الان من دیروز بود یا پریروز بود رفتم به عنوان این که من میخوام کاندید باشم،
خودم رو کاندید کردم. آقای اوسانلو یا یکی دیگه از دوستان که اسمشون رو هم زیر این نمی نویسن، این کار بدیه، کار زشتیه. مسئول کمیته اجرایی بعد اسمش رو باید بنویسه، یا کوروش کبیره یا حسن علی قربان علیه، باید اسمش رو بنویسه اون زیر. بله این مقام شماست، ولی شما باید اسم داشته باشید. خب برای من نوشتن که شما شرح حال زندگیت رو کم نوشتی، تجربیاتت رو کم نوشتی. گفتم آقا شما من رو یاد معلمای میندازی که اگر من حقیقت رو مینوشتم، علم بهتر از یا ثروت؟ بنده میگفتم بر اساس چیزی که از زندگی پدرم دیدم ثروت بهتره. معلم منو میزد میگفت دو صفحه باید توضیح بدی، یعنی من دو صفحه باید دروغ بگم. که آقای منصور اوسانلو یا دیگران قبول کردن و من رو الان اگه دوستان برید نگاه کنین توی این صفحه صندوق انتخابات آزاد و دموکراتیک نوشته سوربی هم کاندیده. نوشتم شغل دبیر هنرستان، فعالیت سیاسی، برنامه‌های تلویزیونی و دادن آگاهی. این خودش یک کتابه. چرا یا شما ایرادی ندیدید، یا چرا اگه ایرادها رو دیدید در سازمان‌های مختلف طی این چند سال، چند نمونهش رو برای ما بگید؟ مثلا نهاد مردمی آقای فروتن چه ایرادی در سیستمش هست که این همه پول ایشون خرج کرد، از مردم گرفت داد به این تلویزیون‌های ساتلایتی، که از اون طرف می‌شنیدیم این تلویزیون‌ها مال بچه آقای رفسنجانیه و یا آخوندها این ساتلایت‌ها رو خریدن؟ چرا اینها به جایی نرسیدن؟ شما یه مقداری در مورد این سازمان‌هایی که داخلشون عضو بودید، خوبی‌هاشون رو ما همه می‌دونیم، از اشکالاتشون برای ما بگید. چرا به نتیجه نرسیدن تا 37 سال امروز گذشته دیگه؟ بله، نخست اجازه میخوام که در رابطه اشاره شما به عرض شود که حالو و دیگر کسانی که عرض شود بادکوبه‌ای، بله بله، ایران پرست که یک پاریرانیست در واقع و دیگران، ببینید همه اینها آزاد که در واقع نبودند و نیستند، ولی به جان خریدند، یعنی زندان هم رفتند. از سوی دیگر حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی به گونه‌ای هم می‌خواهند به اصطلاح نشان بدهند که خب بفرمایید آزادی هم هست، یا از داخل زندان احیاناً همین عرض شود که اشاراتی که جناب‌عالی داشتید. ولی این دلیل، یعنی اینجا خیلی ساده ببینید، من نتیجه رو میبینم به عنوان یک کنشگر سیاسی، من اینو میبینم که کسانی به مانند بادکوبه‌ای که از در واقع مهر صحبت میکنه، از میهنش صحبت میکنه، از فرهنگ ملی هزاره‌ای ایرانیان سخن به میان میاره، در برابر ایدولوژی جمهوری اسلامی که ملت ایران رو در واقع تبدیل به امت اسلامی کرده، کسانی که در همون آغاز روی کار آمدنشون همین جناب سید علی خامنه‌ای صحبت از خلیج فارس رو بر دهان نمی آورد، می گفت خلیج. بنابراین یک چنین کسانی مثل حالو و دیگران تا آنجایی که می توانند از فرصت‌ها استفاده می‌کنند، بهره می‌برند. به همین صورت هم هست اکنون کسانی که در ایران هستند، دوستان خود من، همرزمان خود ما که زندان میرن، بازداشت شدن. و بنابراین من فکر می‌کنم که اگر که بخوام پاسخ بدم در رابطه با نهاد مردمی، که اصولا باید گفت یک جریان سیاسی است که یک ساختاری است که به ویژه جناب دکتر فروتر سیستماتیک در واقع بوده. بله درسته، سالیان درازی است به ویژه خود ایشون در این رابطه خرج کردند، دیگران هم به همین صورت، اما این به این صورت نیست که بگوییم که به نتیجه نرسیده. به نتیجه باید از نظر من به این صورته
که اگر اصولا نهاد مردمی نبود، جناب دکتر فروتن میتوانست بره دنبال عرض شود که تجارت و کارهای دیگه ای که انجام میده، ولی نه، این در واقع دل سوزاندن نسبت به در واقع مردمش، نسبت به مردم، به ملت ایران، اکثریت میلیونی مردمی که خیلی ساده امروز در بدترین شرایط در واقع زندگی میکنن، نون آب روزانه شون هم در واقع از پگاه تا شامگاه باید بدوند تا بتوانند تهیه بکنند. به همین دلیل هم هست که این اکثریت که احیانا اگر مخالفین جمهوری اسلامی انتظار به اصطلاح بگوییم که خیزش مردمی رو به مانند به هر حال جنبش سبز داشته باشند، این همواره نمیتوان با شکمهای گرسنه و بسیاری از مشکلات دیگر از مردم خواست که اینچنین و آنچنان بکنن. پاسخی که من میتوانم بدم این است که ما باید شکرگزار باشیم که به هر حال با وجود همه مشکلاتی که وجود داره، نه تنها نهاد مردمی، دیگر عرض شود که کوشش هایی که در این درازای 37 سال گذشته ببیشه در برونمرز انجام گرفته، شبکه سکولارهای سبز، جنبش سکولار دموکراسی، عرض شود شورای ملی ایرانیان در رابطه با شاهزاده رضا پهلوی و و بسیاری دیگه، اتحاد جمهوری خواهان که به ویژه نیروهای چپ درش، ما اگر که این چنین بیاندیشیم، یعنی مثبت، که اگر همه این کوشش ها نبود، اگر که با وجود سرکوب هایی که به اصطلاح وجود داره در درون کشور و در برون از کشورمون هم، میدونیم که خود جمهوری اسلامی تا کنون به چه صورت در درازای 37 سال گذشته عوامل نفوذی خودش رو هم وارد بعضی از جریان‌های سیاسی کرده، این است که شکی درش نیست، مشکلات بسیار هستند و اشاره جناب‌عالی در رابطه با همین صندوق رأی آزاد، به هر روی من یکی از کسانی بودم که پاسخ دادم، نخست سپاس خودم رو بیان داشتم، شما اشاره به نارسایی‌هایی داشتید و یا این که خود جناب‌عالی به هر حال امروز در اونجا قرار دارید. پس بنابراین من فکر میکنم که یک مسئله اساسی در واقع وجود داره و اون این است که این حکومت در ایران در این 37 سال گذشته یکی از وحشتناکترین حکومت‌های استبدادی است و بدتر از خیلی ساده آنچرا که ما در اروپای شرقی در درازای 70-80 سال در روسیه دیدیم که سرانجام هم به فروپاشی کشید. حکومتی که مشروعیت خودش رو از در واقع آسمان میگیره، اصلا میگه ما به مردم کاری نداریم. همین سید علی خامنه‌ای مگه در صحبتش نیومد گفت به مردم میگه پای صندوق انتخابات برید، اگر مخالف رهبری هستید و مخالف ما هستید پای صندوق انتخابات بروید. آقای کیانزاد از اون بهترش رو خمینی گفت، از اون بهترش رو خمینی گفت، گفت اگه 30 میلیون بگن بله من میگم نه. یعنی بله درست من حالا یه سوالی از شما دارم. ببینید با وجودی که باز همون در رابطه با آقای هالو عالی پیام یا آقای بادکوبه‌ای شما خیلی هم قشنگ باز توضیح دادید که بله دولت جمهوری اسلامی این هیلو تزویر رو به کار میبره که با آزاد گذاشتن اینها بگه که بله ببینید آزادی هم هست، ولی من و شما اگر بخوایم کاری انجام بدیم فکر نمی کنید باید با این دوستان تماس بگیریم و بگیم آقا وقتی شما میرید اونجا به جای این شعری که تو میگویی وطن من خاک بر سر میکنم، که بلا فاصله هم آقای احمدی و دوستانشون آقای مشایی بودن اون موقع برداشتن یه دفعه کوروشی شدن و رفتن دنبال استوانه کوروش و فلان و اینها بیان از خفقان صحبت کنن، نه اینکه بیان اونجا
به رخ هم دیگه بکشن که این چه شاعر بهتریه، یا اون خانم لیداس، یا نمیدونم یادم رفته صادقی چه شاعر بهتریه. بله. بله. و چه فایده ای داشته همین نهاد مردمی؟ شما درست گفتید. ببینید، از یه طرف میگید شکم ها گرسنه است، از طرفی ما میشنویم که وقتی که مردم گرسنه هستن بهترین حالت برای انقلاب، برای اینکه یک حکومتی رو کله پا کنن هست. چرا نمیتونیم از اینا استفاده کنیم؟ راندمان یا بازده نهاد مردمی به نظر من این بوده که مردم ایران دیگه تلویزیون های خارجی رو نگاه نمی کنن. ما رو به باد مسخره می گیرن و تلویزیون های ترکی، خود همین آخونده تلویزیون های زیادی درست کردن، خرج زیادی می کنن، فیلم هایی رو که من و شما تو آلمان و آمریکا روی صحنه به اصطلاح سینما باید نوبت بگیریم بریم ببینیم، اونها تو خونه شون با ترجمه فارسی به مردم نشون میدن. وقتی اونجوریه کی کسی میاد آقای فروتن رو نگاه کنه که از اول برنامه تا آخر برنامه ذکر مصیبت، چیزاییه که مردم میدونن و چه باید کردن. برنامه‌ای که میدن یه روز میگن بیان، من اون روز نشون دادم یه ویدیویی رو خانم زینا تهرانی، حالا دیگه میگه بیاین شب انتخابات با قابلمه و قاشق و سود صدا در بیارید. اون آقای تیمسار روحانی میاد میگه که در رو باز کنید، فقط بیرون تو کوچه رو نگاه کنید برید تو. آقای حخام میاد میگه اونجوری، آقای فولادوند میاد اینجوری. من میگم که صندوق انتخابات آزاد و دموکراتیک ایران فردا نشه یه جنبشی مثل جنبش حخا، یه جنبشی مثل جنبش آقای فولادوند، یه جنبشی مثل همین نهاد مردمی که من چندین سال آقای فروتن رو میشناسم و هیچ اتفاقی نیفتاده. هر کدوم از اینا درست میگن، تکلیفشون رو معلوم کنن، یا بگن انتخابات نیاین بیرون، یا بگن بیاین بیرون. ما شاهد بودیم همون سال 88 که شما مثال میزنید، شب قبلش میگفتن نیاین بیرون، فرداش میگفتن بگید رأی من کو. آخه کدام آدم عاقلی به یه نفر که قبولش داره میگه تو امروز رأی نده، همین آدم عاقل فردا میاد میگه رأی من کو، مردم رو بفرسته تو خیابون که اونها با ماشین بیان له و لورده کنن یا بکشن. شما به من بگو راندمان یکی از اینها چی بوده؟ کجا تونستن 500 نفر رو جمع کنن؟ بله. بفرمایید جناب سوری، در رابطه با نهاد مردمی در درازای همه این سالهایی که من تنگاتنگ با این دوستان در باره بودم و کار کردم و مسئولیتم داشتم و اکنونم عرض شود که ریاست افتخاری باید بگم در نهاد مردمی دارم، این است که انتخابات رو، یعنی انتخابات که نیست، این انتصابات رو تحریم کردند و در رابطه با یعنی اصولا بودن شما در، ما در نظر بگیریم که هر یک از این گروه ها و سازمان های سیاسی که به گونه ای هستن، ولی مشکلات بخش عمده ای از این مشکلات مربوط به خود ماست. مربوط به خود ما بودنش اینه که این چگونگی، چون همواره اپوزیسیون صحبت از این به میان میاره میگه بریم دنبال آسیب شناسی، این آسیب شناسی در این میان کاملا روشنه که ما ایرانیان به دنبال در واقع فردگرایی و فرقگرایی رو باید کنار گذاشت. وقتی که شما و من و انسانهای آزاده که میگن انسانهای دموکرات هستیم، وقتی که ما میگوییم به منشور جهانی حقوق بشر، به اومانیسم در واقع باور داریم، وقتی میگوییم جدایی دین از حکومت باور داریم، کافی است دیگه. حالا میخواد اسم این در گذشته چپ بوده، میانه بوده، راست بوده، کجا بوده، این مسئله دیگه مطرح نمیتونه باشه. مسئله اینه که ما اکنون میبایست کوشش های به اصطلاح همه این گروه های سیاسی و یا میهن پرستان و یا دلسوزان سرزمین این بوده که ما به هر حال نمیبایستی که ناامید بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه من همیشه گفتم، یعنی واقعیتی هم هست، همه هم میدونن، و اون این است که پروسه در واقع ترقی، تکامل، این
به این صورت نیست که از یه جا شروع بشه و بعد پایان پیدا بکنه. فرض بفرمایید که یکی از این سازمان‌های سیاسی همین جریانی که الان در ایران هست نباشه، به جاش جریان دیگه‌ای به وجود میاد. بشریت تاریخ زندگیش جز این نبوده. مگه همین کشور ما عرض شود که یورش تازیان و مغل و ترک‌ها رو مگه ندیده؟ به هر حال امروز سرزمینی به نام ایران و ایران زمین وجود داره که در این 37 سال گذشته یک کسانی دارن حکومت میکنند که اینها در واقع بویی از این فرهنگ ملی ما در واقع نبردند و سرانجام شکی درش نیست. یعنی من شخصا شکی ندارم که این حکومت سرانجام روزی باید در واقع برود. این مسائلی که امروز، یکی از مسائل دیگری که در پاسخ به مشکلاتی که جناب عالی ازش سخن به میان آوردید، ببینید الان شما تابلوی روی که از نظر سیاست در رابطه با مشکلاتی که در منطقه، آنچه که در منطقه در درازای این 8 دهه زندگی هیچ هنگام خاورمیانه دچار این مصیبت هایی که امروز ما میبینیم نشده بوده. اصولا جریان شما الان در اروپا هم، شما همین جریان پناهندگان سیاسی این هزاران هزار الان در همین آلمانی که ما هستیم که به هر حال نزدیک 1 میلیون رو در این سال گذشته پناه داده و میبینیم که وضعیت اتحادیه اروپا به چه صورته، در آمریکا وضعیت به چه صورته، که مجبور میشن در رابطه با برجام، در رابطه با حل مسئله برنامه اتمی حکومت، که به گونه ای سیاست مماشات رو با یک چنین حاکمیتی که دقیقا میدونن یه حاکمیت قاصب استبدادی است، حقوق بشر رو لگدمال کرده در این 37 سال گذشته. بله. انسان کشه، آقای کیانزاد از شما ممنونم. من فکر کردم امروز 30 دقیقه با شما صحبت کنم ولی شما خوش بیان هستید و الان روی 42 دقیقه هستیم. اگر لطف کنید در 3 دقیقه بگید که چه باید کرد. این شرایطی رو که شما گفتید، 37 سال گذشته، ماجرای خاورمیانه، همه اینها رو کم و بیش میدانیم، به نظر شما چه باید کرد؟ بله، چه باید کرد این است که من شخصا خیلی ساده باورم به پروسه ایست که ادامه داره. یعنی خیلی ساده، من ممکنه فردا نباشم. این منی که ازش نام به میان میآورم میشه گفت مثالی است برای همه کسانی که کنشگر سیاسی هستند اصولا در کشورمون، ولی تا هنگامی که هستیم بر پایه باورهای خودمون باید بتوانیم با دیگر کنشگران سیاسی عرض شود که همگرایی به وجود بیاریم، همدلی به وجود بیاریم. باید ما بتوانیم نسبت به یکدیگر اعتماد ملی انسانی به وجود بیاوریم و در این راستا گام برداریم. به نظر من مسئله مهم در واقع این باورهاست. مسئله باورهاییست که به هر حال در بیش از یک قرن پدران ما آغاز کردند و ما هم آرزوی جز این نمیتونیم داشته باشیم. یک، که سرانجام در واقع دموکراسی، یک ساختار مردم سالار بتوانه پا بگیره در این سرزمین و مردم ایران در واقع آزاد بشن و ما بتوانیم در منطقه مسئولیتی رو که از نظر انسانی با همسایگانمون داریم بتوانیم به دوش بکشیم. در راه عرض شود که صلح، آزادی و کمک، این فرهنگ ماست. در واقع در این راستا در واقع گام برداریم و بعد شکی درش نیست. مشکلاتی رو که ما میبینیم همچنان که جناب عالی در این راستا اشاره بر نارسایی ها داشتید، اینها رو ما بیان بداریم و بیشتر جنبه های مثبتش مطرح بکنیم و بعد هم دوستانه
عرض شود که بیان بداریم که مشکل کجاست، نارسایی ها کجاست. ولی خیلی ساده، شکی درش نیست که به اصطلاح مبارزه رو بر زمین نگذاریم و ناامید نشیم و با امید به آینده روزهای بهتر زندگی عرض شود که در راستای همبستگی و همدلی و همگرایی همه نیروهای آزادی خواه و انسان دوست عرض شود که پیش برویم. به هر حال من خیلی سپاسگزار هستم که این دعوت رو از من کردید و توانستیم امشب با شما سخن بگوییم و بعد هم سپاس که بینندگان تلویزیون شما هم عرض شود که این جنبه ها و رویکردهایی هم که به هر حال از سوی یک انسانی که بیش از نیم قرن کار سیاسی کرده و هنوز هم هیچ هنگام تا هنگامی که زنده هستم در این راستا گام برمیدارم، خب عرض شود که دیدند و شنیدند. بسیار ممنونم از شما، امیدوارم باز هم شما رو داشته باشیم و با دوستان بیننده و شنونده بتونیم صحبت کنیم. مرسی که دعوت ما رو قبول کردید، ممنون از شما. خواهش میکنم، مهر دارید، سپاسگزارم. پاینده ایران، به امید دیدار شما. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای دکتر حسن کیانزاد بودیم و صحبت‌هایشون رو شنیدید. اگر وقتی که این ویدیو رو روی یوتیوب میذاریم، روی فیسبوک میذاریم، از طریق ایمیل براتون میفرستیم، روی بالاترین میذاریم، اگر صحبتی داشتید، نظری داشتید، انتقادی داشتید، پرسشی داشتید، حتما مطرح کنید، اونها رو برای ایشون ارسال میکنیم. امیدوارم در برنامه آینده پاسخ بده. ممنون از یکایک شما دوستان و به خصوص ممنون از ایشون که دعوت ما رو پذیرفتن. خب یه دوستی به من گفت که آقای سوربی، من اون روز از این فیسبوکی که نشون دادی و صحبت کردی و اینها خیلی چیزها یاد گرفتم و نه فقط از لحاظ تکنیکالی به قول معروف، بلکه از لحاظ اینکه ایرانی ها رو ببینم اصلا کجای دنیا هستیم، چه میکنیم. اجازه بدید من اینا رو درست کنم، چون یکی دو تاش به اسم آقای کیانزاد بود، این رو هم عوض کنم با شما باشیم که شما این اینفورمیشن ها و مشخصات رو ببینید و همون جوری که بارها گفتیم شما هم می توانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. خیلی ساده است، باید یه مقداری پول رو از دلتون، یا دل از پول بکنید یا پول رو از دلتون بکنید. ببینید دوستان، من بارها گفتم به دلیل اینکه 30 سال من از ایران دور بودم، سعی کردم آلمانی یاد گرفتم، بعد سعی کردم انگلیسی یاد بگیرم. شما وقتی که یه زبان دیگه ای رو یاد میگیری، حتی اینجا میگن اگه شما خواب که میبینی به زبان انگلیسی یا آلمانی فرانسه ببینی، اون زبانه غالب شده بر زبان مادری خودت. حالا نمیدونم چرا میگن زبان مادری، چرا نمیگن زبان پدری. در هر صورت بماند، ما یه مقداری فارسی خوندنمون اشکال پیدا کرده، یه مقداری اون وقتا توی انگلیسی میگو comprehension، درک مطلب، از یه نوشتهی درک مطلبمون فرق میکنه. بعد یه مشکل دیگهی که به وجود اومده اینه که دوستانی که این وبسایت ها رو درست میکنن، وقتی که میخوان با فارسی جملهی بنویسن، مثال میزنم آقای اوسانلو که فارسیش خوبه، به یه دوست جوانی که از لحاظ های تک، از لحاظ کامپیوتر اون دانشش بالاست، وقتی میخواد چیز کنه، اینجا یه مقداری اشکال ایجاد میشه در این نوشتن و گفتن و منتقل کردن. ببینید من و شما امروز میخواییم بیایم با هم بریم این صفحه چیز رو ببینیم، صندوق قشنگ بهتون نشون بدم که دیگه اصل با سند چی میگفتن؟ کپی با اصل برابر است، یه هم چیزی میگفتن توی ایران رسم بود. ببینید این صفحه اندازه‌ای که گرفتن یا سایزی که گرفتن به این صورت هست. هنوز برای اون کامپیوترهای قدیمیه، نه کامپیوترهای پن، و اندازه صفحتون هم نمیشه. من الان به اصطلاح بغلاشو بریدم که توی این صفحه شما ببینید. ولی میایم از صفحه اصلی شروع میکنیم. صفحه اصلی اینی که گفتم اینها
اصلاح پذیرن، این بابا کلمه اصلاح پذیر کلمه بدی نیست. اگر حالا یه آدم بدی هم اصلاح پذیره یا تظاهر میکنه، شما کلمه رو خراب نکنید. اینها انتقاد پذیر بودن، اصلاح پذیر هستن که انتقاد من رو پذیرفتن، قبول کردن، رفتن این رو تصحیح کردن، اصلاحش کردن، کرکتش کردن. اوکی، حالا میام اینجا. ببینید، اون روز من تو برنامه نشون دادم به اسم صدام حسین، به اسم حسن علی منصور، به اسم هویدا، هر کی که بگید، به اسم رضا پهلوی، ما هی زدیم و اینها هم قبول کردن. الان اون اشکال برطرف شده. اینجا میگه you have already responded، میگه شما قبلا تماس گرفتی و دیگه نمیتونی. آفرین، باریکلا، با آی پی. که البته اگر کسی بخواد تقلب کنه، خود من یادتون میدم چجوری آی پی تون رو عوض کنید، چجوری هر یه ساعتی یه آی پی مختلف داشته باشید. حالا بماند، باز هم اقلا درصد اشکالش کمتر میشه، چون هیچ چیزی 100% صحیح نیست. ولی من و شما امروز از طریق یه نفر دوستمون آشنا شدیم، خوشحال با شور و هیجان میایم که بله، اگه آخوند با اون مجلس خبرگان میاد نمیدونم رد صلاحیت میکنه و فلان بیسار یا هر مجلس کوفتی دیگه، دوستانی هستن که آمدن یک صندوقی باز کردن، شما میتونی بیای اینجا رأی بدی، یک، دوم خودت رو نامزد کنی که دیگران بهت رأی بدن. صفحه اصلی اینجا درسته که من رأی دادم، ولی دیگه از همه چی که نباید محروم باشم، باید این صفحه اصلی شما خبرها چیزا باشه. اون قسمتش که من میخوام رأی بدم، اگه رفتم دوباره رأی دادم، این صفحه بیاد نوشته در صورتی که قبلا در هر کدام از صندوق‌های رأی آزاد رأی داده باشید، محتویات این صفحه و صندوق رأی برای شما قابل مشاهده نخواهد بود. یعنی چی؟ اولا هر کدام از صندوق‌های رأی آزاد یعنی چی؟ مگر چند تا صندوق رأی آزاد داشتیم؟ من فکر می‌کردم یکی هست. اگه بیشتر بوده دوستان لطف کنن بیان، مثل آقای کیانزاد که لطف کردن، ایشون من نوشتم هر کسی میخواد در این رابطه صحبت کنه، ایشون گفت من حاضرم، من هم دعوت کردم، دعوت رو پذیرفتن و از ایشونم ممنونم. هر کسی میخواد بیاد با این صفحه، ما یکی یکی روی صفحه که هستیم برای ما توضیح بدن. آقا اشکالی داره من بگم فهم و شعور من از این نوشته ها 100% نیست؟ من نمیفهمم شما رو. آمریکایی میگه I don't understand you. این نفهمی، اگه ما اینقدر شجاع بشیم که به دوستامون، به خانوادهمون بگیم ما نمیفهمیم تو چی میگی، اونم نخواد هر وقت میخواد به ما فوش بده بگه تو نفهمی. نفهم بودن اول فهم و شعوره، اول یاد گرفتنه، قدم اوله. اوکی، شما نوشتید در صورتی که قبلا در هر کدام از صندوق‌های رأی آزاد رأی داده باشید، این هر کدام رو بیان برای من توضیح بدید، چند تا رأی‌گیری بوده، چند تا صندوق بوده، یک. حالا اینجا دیگه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه بازدید سایت، تعداد افرادی که آمدن اینجا نگاه کردن، تماشا کردن 19382 تاست. همین الان من به این دوستان بگم خیلی هیجان زده نشید، وبسایت مردم تیوی، سایتی که من میگم 7 تا بیننده دارم، آقای افشارها میاد لطف میکنه میگه 2 تا بیننده ما داریم، که اونایی که میفهمن میدونن وقتی شما بگی 2، بگی 2 میلیون، بگی 200,000 تا، اون میفهمه یعنی چی، خودش میفهمه. آقا من سالها بیننده این تلویزیونم، این برنامه ها رو دوست دارم، عکس العمل نشون میدم، کامنت میذارم، شیر میکنم. بمانه همین صفحه ما، اگر من بتونم بهتون نشون میدم که مثلا توی 28 روز گذشته، تازه فیسبوک ما توی 28 روز گذشته، بذارید ببینم میتونم براتون پیداش کنم، نوشتم 2 تا بیننده. بله، ببینید دوستان، بارها گفتم این اعداد و ارقام دروغ نمیگن دیگه. ما ممکنه دروغ بگیم، ممکنه چیه میگیم، ولی اینا نمیگن. نوشته توی 28 روز گذشته تعداد بیننده های شما از ایران 28,276 بوده، از آمریکا 23,866، از جرمنی 14,368،
بعد اینجا میگه، میگه اونهایی که به اصطلاح خانم ها 27% هستند، بعد نوشته که 29% از اونها فن شما هستند. این فن یعنی پنکه نیست، یعنی طرفدار شما هستند. بعد توی آمریکایی ها، توی مردها میگه که مردها 72% بازدید کنندگان رو به اصطلاح تشکیل میدن و از اونها 70%ش فن شما هستن. اگر درست فکر میکنم اینجوریه، میبینید بغل اینها هم کشیده. اونایی که میاد میگه که آها شما رو ستلایت نیستی، من دنبال تلویزیون میگردم که رو ستلایت بره ایران. میگم آقا ایران، خانم ایران دیگه نمیاد من و شما رو نگاه کنه. اونی که رو کامپیوتره یه درجه بیشتر از اونای دیگه میفهمه، میاد این تلویزیونای ساتلایت اینترنتی رو نگاه میکنه. ببینید ما بیشترین ملاقات کننده، بازدید کننده رو از ایران داشتیم، 28276، آمریکا 23000 خورده ای، آلمان 14000 خورده ای، کانادا 10000 خورده ای، سوئد 10000 خورده ای، یونایتد کینگدم هم انگلستان خودمون امه کوین 10000 تا 9578 تا. مشکل اینجاست که ما نمیایم وقتی یه طرحی رو داریم به یکی از دوستامون بگیم آقا من این طرح رو ریختم، دوستانم همکاری کردن، ولی قبل از اینکه بذارمش روی سایت اصلیمون میخوام شما نگاه کنید. برگردیم باز به همین 19382 نفر تا حالا اومدن اینجا. یعنی سربی اگه هر یه باری که از صبح تا از 4 بار میاد ببینه اشکالا برطرف شد، ببینه این شد اون شد، اون 4 نفر حساب شده. همون فیسبوک هم همینجوره. همین فیسبوک شما برو بگوید من این اکانتمو میخوام ببندم، مگه میذاره؟ چون شما رو مثلا 4 تا صفحه باز کردی، این شما رو به عنوان 4 نفر به این و اون میفروشه. من گذاشتم مردم تیوی 2012، میگه این یکیه. گذاشتم مردم تیوی یو اس ای، میگه این یکی دیگه است. گذاشتم مردم تیوی سربی، میگه این یکی دیگه است. بعد میاد میگه من اینقدر میلیارد، اینقدر میلیون طرفدار دارم. آقا شما اگه میخوای آگهی بذاری رو فیسبوک باید برای اینقدرش اینقدر پول بدی. خب نوشتن که برای حفظ و گسترش صندوق انتخابات به کمک‌های مالی شما نیازمندید. من از شما دوستان یه پرسش دارم، یه سوال دارم. اگر خمینی آمده بود به مردم ایران میگفت ما برای اینکه بیایم به شما پول نفت بدیم به کمک مالی شما احتیاج داریم، شما فکر میکنید یک نفر ایرانی پولی برای خمینی میفرستاد؟ واقعا از خودتون سوال کنید. و من میخواستم از آقای کیانزاد سوال کنم که نظر ایشون قبل از انقلاب درباره این انقلاب و خمینی و اینها چی بوده. خب حالا بیایم بریم اینجا نوشتن نامزدها. وقتی شما میگین نامزدها، وقتی که اینجا من میرم لیست دموکرات ها یا جمهوری خواه ها رو میگیرم، میگم که کیا کاندیدا هستن، اسامی رو که میده نوشته بود 19 نفر که حالا الحمدلله مثل که 4-5 نفر بیشتر نموندن. تبریک میگم آقای جبوش هم بالاخره حرف مادرش رو گوش کرد. میدونید مادر جبوش سال 2013 گفته بود بابا بس دیگه از فامیل بوش، تو این مملکت فقط 4 تا فامیل نداریم مثل کشورهای پادشاهی، باید دیگران هم بیان. و از همون موقع همه میدونستن که جبوش شانسی نداره. خب این نامزدها اینا کیا هستن؟ اینا افرادی هستن که خودشون رو نامزد کردن، آخوندها اینها رو به اصطلاح رد صلاحیت کردن، چون چند تاشون جزو اونها هستن. حالا این توضیح داده نشده، نوشتن نامزدها. میان پایین، یا من فارسیم خوب نیست، من فکر نمی کنم آقای ناصر زرفشان یا کی بود این دیدم آقای خواستار مثلا معلمی که تو زندان پاشو قل و زنجیر کرده بودن، نمیدونم ایشون رفته تقاضا کرده نماینده بشه بعد اونها رد صلاحیتش کردن، یا آقای محمد ملکی استاد دانشگاهی که با اون مشکل تو خیابون وای میسه راه میره و تظاهرات میکنه، آیا رفتن نماینده شدن اونها رد صلاحیتش کردن؟ خب اون قسمت رو من متوجه نشدم. حالا میایم پایین ببینید چی نوشتن.
نوشتن هم میهنان توجه داشته باشید که اسامی کاندیداهای خارج از کشور که بعد از هفت اسفند ماه نام و تصویرشان در صندوق رأی آزاد افزوده خواهد شد. دوستان، تو رو به هر کسی که دوست دارید، تو رو به اهورا مزدا، تو رو به خدای بی خدایان، تو رو به الله، تو رو به الهین، شما این جمله رو به من بگید درسته؟ هم میهنان توجه داشته باشید که اسامی کاندیداهای خارج از کشور که بعد از هفت اسفند ماه نام و تصویرشان در صندوق رأی آزاد افزوده خواهد شد. اگه این جمله درسته، من واقعا فارسیم خراب شده، یه کسی بیاد به من این فارسی خوب اینها رو یاد بده. خب من رفتم اسم خودم رو نوشتم، قبلشم به جای عکس خودم، به جای عکس پاسپورتم، به جای عکس گواهینامه‌ام برداشتم عکس گل و بلبل و اینها رو فرستادم. بعد برای من نوشتن که ما دریافت کردیم ولی دیدیم که این حقیقی نیست، شما رو قبول نکردیم. گفتم خب باشه. آمدم رفتم این رو گذاشتم، نوشتم اسم و فامیل و شهر محل سکونت و نام پدر یا مادر، ایمیلم گذاشتیم، تاریخ تولدم دادیم، استان محل اقامتم گفتیم و آمدیم خلاصه از سوابق زندگی دبیر هنرستان شیراز، شرح سوابق مرزی، برنامه های تلویزیونی، دادن آگاهی، شرح برنامه های پیشنهادی، آزادی احزاب. این حرف اول و آخر منه، آزادی احزاب، کاری که اگه شاه کرده بود و بهش باور داشت هنوز حکومت پادشاهی در ایران بود. بعد پیام من گفتم چیه؟ گفتم بابا به امید روزهای بهتر، روزهای بدون دیکتاتور. میخواستم اضافه کنم چه دیکتاتور شاه باشه چه شیخ باشه، گفتم حالا شاید یکی از این دوستان شاهپرست باشه ما رو قبول نکنه. حالا که قبول کردن، اگر فرصتی بدن که ما بتونیم ادیت کنیم، میریم ادیت میکنیم، اضافه میکنیم. که این بعد از این ماجرایی بود که ایشون به من تماس گرفت، گفت شما چون خیلی خلاصه نوشتی، ببین این آقای منصور اوسانلو، بذارید براتون بیارم. ببینید دوستان، آقای منصور اوسانلو وقتی شرح حال زندگی و اینها رو نوشتن، ببینید خلاصه ای از سوابق زندگی، اصلا ببینید یک کتابه، ببینید این یک کتابه. بفرمایید. خود پیام های انتخابی رو نگاه کنید، 5 تا پاراگراف هست، در صورتی که مثلا جورج بوش پدر آمد گفت نو مور تکس، آقای گیلمور آمد اینجا با یه شعار، با یه شعار شد فرماندار ویرجینیا، گفت نو کار تکس، یعنی مالیات رو ماشینتون نمیخواد بدین. ماشین شما یه بار خریدید، همون اول آمدیم 4% ازتون گرفتیم، ماشین 20,000 دلاری، $800 ما ازت مالیات گرفتیم، یه نمره بهت دادیم، هر سال این نمره رو باید پولشو بدی، نمیدونم حالا برو ماشین بیمه و فلان و اینها به جای خود، هر روز که بنزین میزنی روش. دوستان این قیمت بنزین میبینید، فکر نکنید بنزین شد چون $100 من و شما اینقدر بنزین رو گرون خریدیم. مالیات بزنید، از گستیشنتون سوال کنید. یکی به من بگه تو آمریکا که من میرم یه نوشابه میخرم نوشته $1.06 باید روش مالیات بدم، چرا به پمپ بنزین که میرسه قیمت مالیات رو نمینویسه، مالیات رو چپونده داخل گالونش؟ چرا؟ از خودتون سوال کنید. برای که اگه بنویسن داد مردم در میاد که ای بی انصاف، شما گالون بنزین رو 30 سنت 40 سنت اینا به من میفروشن بعد از پالایش و آرایش و همه چی، دولت توی بی انصاف 60-70 سنت 60-70% روش مالیات میگیری از من. خب آقای جیم گیلمور اومد با یه دونه شعار انقدی نو کار تکس برنده شد. ما اشکالمون همینه که این همه توضیح میدیم مردم رو گیج میکنیم. چرا آمریکایی میگه شورت اند سویت، کوتاه مفید مختصر، و ما یاد نگرفتیم خدا لعنت کنه معلمای انشایی رو که ما گفتن 2 صفحه بزرگ بزرگم ننویسین ها، من میفهمم 2 صفحه باید بنویسین تا نمرتون از 16 بره بالا،
بعضی وقتا ما کپی میکردیم این نصفه صفحه اول، دوباره نصفه صفحه دوم مینوشتیم، اونم نمیفهمید، ولی از 16 میرفتیم بالاتر. ما رو تقلب کارم بار می آوردن. خب حالا باز برگردیم این صفحه، من با این صفحه خیلی کار دارم، ای کاش زودتر این دوستان اینا رو فرستاده بودن تا ما میتونستیم باشون صحبت کنیم، نه با این شور و هیجان از این تلویزیون به اون تلویزیون. آمدیم اینجا آقای رضا پهلوی رو میبینیم. ببینید من اینجا این رو که میارم هایپر میشه دیگه، بهش میگن هایپر لینک یا تامنیل. چجوری رو آقای رضا پهلوی که میارم هیچ اتفاقی نمیفته؟ چجوری رو آقای بهرام مشیری هیچ اتفاقی نمیفته؟ رو صبری حسنپور اتفاق میفته، رو این خانم پرستو فروهر، رو این خانم اتفاق میفته، رو این آقا اتفاق میفته، رو این خانم اتفاق نمیفته، رو آقای میلانی اتفاق نمیفته. اینو باید توضیح بدید، چرا اینجوریه؟ ببینید من از اینها پرسیدم آقا این مردم میتونن دیگران رو کاندید کنن یا طرف خودش رو نامزد میکنه؟ پاسخی نشنیدم. گفتم خب بذارید خودم آزمایش کنم. دوستان نگاه کنید این ماوس من، این موش کوچولوی ما، ببینید آمد روی صورت خانم شیرین عبادی، همین پیکانه، همین فلشه، آمد روی آقای اوسانلو، چرا عوض شد؟ شد انگشت اشاره. آمد روی خانم سپیده پور آقایی، شد انگشت اشاره. چرا روی آقای رضا پهلوی که میاد فقط پیکانه؟ چرا آقای بهرام هاشمی فقط بهرام مشیری فقط پیکانه؟ چرا آقای صبری حسنپور مثل ماست؟ این درست، این درست، این چرا کار نمیکنه؟ پرستو فروها، مجتبی واحدی چرا کار نمیکنه؟ شهرام همایون چرا کار نمیکنه؟ کوروش عرفانی چرا کار نمیکنه؟ عباس میلانی چرا کار نمیکنه؟ و من سوالی رو که کردم پاسخ ندادن، میگم آقای رضا پهلوی خودش رو نامزد کرده؟ چرا از ما کارت شناسایی میخواین وقتی که من ایمیل آدرس دارم، شما منو میشناسی، حالا پابلیک فیگر تو سرمون بخوره، من که با شما در تماس بودم، شما میتونی اصلا من اگه شناسنامم گم کنم شما میتونی شهادت بدی اینقدر منو میشناسی، چرا من باید کارت و گواهینامه من بفرستم؟ میخوام ببینم ایشون هم این کارا رو کرده. میگن که ببینید اگر بلد بودن میگفتن بله همه شرایط یکسانی دارن، حتما ایشون این کار رو کرده، ولی این وسط خب این شروع عدم اطمینان میشه. مردم امروز به شما چگونه اطمینان کنند؟ بیان کارت شناسایی، تاریخ تولد، اسم، وقتا میگو اسم ننه، اسم بابا، همه اینا رو به شما بگیم، بعدم شما امروز این دوستتونه که وبسایت رو درست کرده، فردا از کجا میدونید دشمنتون نباشه؟ از کجا میدونید این آقای کیانزاد خودش گفت خیلی ها از داخل آمدن به اصطلاح چی میگن نفوذ کردن؟ از کجا میدونید؟ طبق چه برنامه‌ای شما دیدید این نفوذی نیست؟ چرا نمیگید طرف یه ویدیوی کوتاه بسازه که بله من سوربی از تلویزیون مردم مایلم نماینده باشم، مایلم نماینده اونایی باشم که مثل خودم نق میزنم. دوستان حالا من نمیدونم بعد اینا اون چیزی که نوشتن، ببینید من میام تو صفحه خودم، نمیدونم کسی کی کجا میتونه به این رأی بده، چجوری؟ ببینید این سوالایی بود که من می‌خواستم از آقای کیانزاد یا هر کسی که حاضر بشه صحبت کنن، که ماشاءالله ایشون خب بیش از 50 نیم قرن، به سال 50 سال نیم قرن خاطره دارن، درد دل دارن، می‌خوام با شما صحبت کنم. خب اینو ما نوشتیم، اینا کی رأی میده، کجا رأی میدن؟ بذارید ببینید، بیا اینم عکس تکیمون زدن، الحمدلله این انگشت اشاره رو همه جای ما کار میکنه، رو سرمون، رو دممون، هر جا بذاری کار میکنه، ولی بعضیا تافته جدا بافته هستن، رو اونها کار نمیکنه. چرا آقای اوسانی؟ چرا وقت نمیذارید اینا رو امتحان کنید؟ چرا مثل آقای محسن سازگارا یه ویدیویی درست نمیکنید 10 دقیقه هر روز اینو بده برای همه تلویزیونها، به جایی که یه روز وایسی 20 ساعت تو تلویزیونهای مختلف باشی، خودت خسته، اونها هم نمیدونم همشون دیر رسیدی، چون قبلا مثل من دو بار به من گفتی شما دیر میام، ببخشید میگن در مثل مناقشه نیست، خر خسته خدا ناراضی،
این چه فایده ای داره که برید تو تلویزیون سوربی، برید تو تلویزیون کوف، برید تو تلویزیون ایکس، برید تو تلویزیون ایران فردا همون حرف رو بزنی که بله ما یه صندوق باز کردیم، هر کی میخواد بیاد اینجوری، هر کی از ظلم و جور آخوند ناراحت بیاد اینجا. چندین اشکال دیگه داشت. شما دو نوع رو گفتید برای مردم. شما میگید دموکراتیک، دموکراتیک باید هر کسی میخواد یه باکس میذاشتید others دیگران یا نظرات دیگه، هر کی میخواد چیزی بنویسه. شاید یه نفر اسلامی باشه، دینی باشه، مذهبی باشه، ولی از این آخوندان متنفر باشه. شاید اون بخواد بیاد یه حکومت اسلامی جدیدی را بندازه مثل آقای میرزا آقاسی. چرا اون نباید بتونه بیاد؟ اون مثلا میگه سکولار دموکرات و نمیدونم اینها موافق نیست، باید اینجوری باشه، باید فلان باشه. خب بذارید بیاد. شما هم که دارید به مردم میگید که من میدونم چی خوبه برای شما، عین این که ما بچه های شما هستیم، دکتر گفته این فعلا حالش خوب نیست، مثلا شیرینی نخوره، شما میگه بابا جون اینو میخوای یا اینو میخوام؟ آقا من شیرینی میخوام بخورم، بذار برم بخورم بمیرم. حالا هر کدام از دوستان که دست‌اندرکار ساخت این سایت بودن و حاضرن بیان توضیح بدن، دیدید که این آقای اوباما وقتی صفحه هلت رو گذاشت، اون بیمه و خدمات درمانی، 5 میلیون دلار دادن، بل هر کسی رفت دید آقا ساعتها وای میسه، بل همه کاراری که میکنه آخرش که میزنه هی میگه حالا وایستان میچرخه میچرخه، بعدم قطع میشه. صدای مردم در اومد، اعتراض کردن، طرف رو خواستن، بردن تو مجلس نشوندن اونجا، گفتن خانم آقا شما پول گرفتی که اینو اینجوری درست کنی، چجوریه که یوتیوب دو تا پسر جوان آمدن میلیون ها نفر میان روش کراش نمیکنه، ولی شما مردم آمریکا اونی که بیمه نداره میخواد بیاد یا اونی که میخواد اطلاعات بگیره؟ یه ایرادی از اون گرفتن این بود که اگه کسی نمیخواد بیمه بخره بذار اطلاعاتو در دسترسش. چرا میگید شما اول اسمو بده، فامیلو بده، شوهر ننتو معرفی کن، فلانتو ما بد چی بد بدی؟ اشکال داره دوستان، قبول کنید، بیاین بشینید، والا بلا حقوق بدید به سوربی. من آقا ساعت 150 دلار میگیرم، ساعت 130 دلار میگیرم، ساعت 85 دلار میگیرم، کارهای مختلف ویدیو ادیتینگ انجام میدم. من برای شما ببین چند ساعت وقت گذاشتم، چه از نوشتن، چه از صحبت کردن با شما، چه از نشون دادن این. شما اینجوری میخواین کار کنید تو ایران؟ هرچی من میگم درسته. دیدید آقای اوسانلو نوشته بود امکان نداره. بابا من دو بار تو تلویزیون لایو ریل تایم نشون دادم دیگه. الان اگه میخواین ساعتم الان ساعت 3:12 است، روز دوشنبه 22 فوریه. امکان نداره که من با آقای کیانزاد به صورت زنده صحبت کرده باشم، حالا بیام کلک بزنم 4 تا تلویزیون و ویدیو رو از جای دیگه آورده باشم. دارم لایو میرم، کلیک میکنم رو وبسایت نشون میدم. خب فرم ثبت نام نامزدها ببینیم چی نوشته. اینم فرم ثبت نام نامزدها. چرا نامزدها؟ چون جمع. بله نوشته که نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام فلان، اینا اون چیزی که من از اینجا رفتم. مثلا ببینید نوشتن پیام شما اختیاری، کار خوبیه، پیام شما اختیاری. اینجا مثلا نوشته که خلاصه از سواق زندگی، نوشته که تا 2000 کاراکتر، تا 2000 تا حرف. بعد بیان اینجا، حالا اینا برای سکیوریتیشه که چیز می‌نویسن. دوستان من و شمایی که خارج از ایران هستیم چند سالمونه سنمون؟ شما نگاه کنید، من اینو الان بزرگ میکنم تازه، ببینید اینو شما میتونید بنویسید. نوشتن عدد پایین را درج نمایید، عدد پایین را باید بنویسید در اون باکس یا در اون قسمت درج نمایید. ببینید، میبینید دوستان شما این عدد رو میتونید بخونید؟ این عدد رو شما میتونید بخونید؟ میخوان بزرگترش کنم براتون؟ نمیدونم والا دیگه چه کار کنم. بذارید ببینم چجوری اینو بزرگتر کنم. بفرم بیارمش این ورتر. اینا اشکاله،
که یه نفر میاد سه بار هی اون عدد رو میزنه، اون عدد رو نمیتونه بخونه. ببینید دوستان، این عدد رو هر وقت شما دیدید تونستید بخونید به من بگید. آقای اوساندو ببینی عزیزم، ما با شما نه دشمنی داریم نه خصومت داریم نه چیزی. عدد پایین را درج نمایید، عدد پایین، این عدد. میبینید دوستان شما، من که هنوز نمیتونم بخونم با عینک، و عینک منم دوربین و نزدیک بین و کامپیوتر بینه. حالا میزنیم خدا کنه عدد بعدی کمی انصاف داشته باشه. دوستان این عدد 25-1، عددی که روی مثل صندوق پستی یه نفر هست. بازم صد رحمت به این. این یکی 32-90 212 35-28. شما فکر میکنید چند نفر آقای حسانلو میدونن که اگه این فلش رو بزنن این عدد ریفرش میشه دوباره یه عدد جدید میاد؟ چند نفر میدونن؟ باز زیرش بنویسید اگر عددی رو که میبینید خانا نیست لطفاً روی این علامت کلیک کنید. کارتون دوستان اشکال داره. آقای کیانزاد، نهاد مردمی رو من از موقعی میشناسم که ایشون نه کاری به ایران داشت نه کاری به آخوندها داشت. خودش و برادرش اینجا گیتار میزدن و میخوندن، موزیسینای ناموفقی بودن، ولی عاشق تلویزیون. او داداشش رفت دنبال کار زندگیش. آقای ایمان فروتن آمد تو تلویزیون شهرام همایون، کامپیوتر بلده، کمک کامپیوتری میکرد، نشون میداد، کارهای قشنگ انجام میداد. نتونست تحمل کنه یه نفر دیگه باس باشه، رئیس باشه، گفت من رئیسم. تلویزیون خودشو باز کرد، از این کانال به اون کانال، بدبختی مکافا با اون خانم هما چی بود، اون خانم پول همدیگر رو دزدیدن، دادگاه همدیگر رو بردن. ببخشید پول همدیگر رو ندزدیدن، پول مردم رو دزدیدن. من آقای ایمان فروتن رو از خودش سوال کنید. روزی که بنده برای آقای خانم کلینتون کار میکردم توی نیویورک، ایشون آمد اونجا یه دفعه منو دید شوک شده بود. کسی که میاد به مردم تو تلویزیون میگه طرفدار جمهوری خواهان و اینها هست، آمده بود اونجا برنامه‌ای که حمایت از کلینتون بود، شوک شده بود. اگر اون روز که آقای رامین اعتبار، همشهری عزیز من دکتر اعتبار، به اینها پول میداد، کمک میکرد، حمایت میکرد، این آقا حرف و اشکال سربی رو گوش داده بود، آدم موفقی میشد. تا میگفت آقا چراغا رو خاموش کنید، میگفتم آقا دیوانه ای، مردم این همه بدبختی میکشن از خاموشی ها، قطع برق، تو میگی چراغا رو خاموش کنید؟ اگه میگه آقا پس بیاین روشن کنید، میگفتم آقا دیوانه ای، یه مهندس دیوانه آمده بود و این تیمور لنگ احمق که سواد نداره، اینم میگه آره این خیلی پیشنهاد خوبیه، همه چیزای خونتون رو روشن کنید تا برق چیز بسوزه، برق آخوندها جنراتوراشون بسوزه. به روز شما که تو کار برق و ایرکاندیشن و اینا هستی، به مردم بگو که این سیستم برق و اینها چجوریه، چه تو ایران چه تو خارج. توی ایران توی خارج میگه شما اگر مثلا 10 چراغ تو خونت داری، فیوزی، اون موقع فیوز بود، سیرکت بریکت نبود، فیوزی که برش میذارن این 70% 10 چراغه، یعنی برای 7 چراغ شما فیوز میذاری، حالا یا 25 یا 15 یا 30، بستگی به لامپات داره، بستگی به واتیجت داره، بستگی به کنترت داره، بستگی به میترت داره. این احمق میگه شما برو اتو رو بزن تو برق، برو اجاق برقی اگه داری روشن کن، اگه کولر برقی داری روشن کن، اگه اینو داری روشن کن، تلویزیون تو روشن کن، اینو روشن کن، اون رو روشن کنید، جنراتور آخوندان میسوزه. یکی که وارد تر از من است، آقای مهندس چمنارای عزیز که مهندس برق هستی، شما میمدی به این تیمور لنگ احمق که تو تلویزیونش هم گاهی وقتی برنامه میذاری میگفتی آقا بابات این همه پول خرج کرد، تو رو فرستاد انگلستان ولی آدم نشدی که. این کاری به اون نداره، فیوز خودت اول میسوزه.
اگر بیای فیوزر سیم ببندی که نسوزه، سیمای خونتون میسوزه، سیمای کوچه‌تون میسوزه، ترانسفورمر کوچه‌تون آتیش میگیره میفته پایین. ملتی که زور توی گرما برقش قطع میکنن حاضر بیاد بزنه اینها رو بسوزونه، فردا که زنگ میزنه به اداره برق بگه آقا من و دوستان دیروز توی این کوچه به حرف یه تلویزیون خارج آمریکایی گوش دادیم، اون احمق بود، ما هم از اون احمق در دنبال رو رفتیم، حالا سوخته. اونم میگه خب حالا وایسا تا نوبتت بشه تا ما بیام برات دوباره ترانسفورمر رو نمیدونم اینا بزنیم. اینه دوست عزیز. و الا شما توی 30 تا سازمان عضو باش، چه فایده ای؟ من از شما پرسیدم ایراد این سازمان ها چی بوده، چرا نتونستن به یه جایی برسن؟ اون کاری که شما گفتید چه باید کرد، امید و آرزوی همه هست، این چه باید کرد نیست. من آرزوم اینه که در آمریکا یه پولی به هم بدن بازنشست بشم، بلندشم برم کنار دریا و 4 تا مستخدم و خدمه داشته باشم. این درست مثل این تعریفی که شما کردید. ولی چه باید کرد؟ اگه یه کسی از من باید بپرسه چه باید کرد که میلیونر بشم، میگم باید مثل سگ بدویی، مثل اسب بار ببری، بعدم بری یه کلاس پدرسوختگی بتونی کلا بذاری سر این و اون، حق اونا رو بخوری تا پولدار بشی. و الا امکان نداره شما تو آمریکا از کار کردن درست سالی 60,000 دلار، 100,000 دلار، 200,000 دلار، سالی 40-50 60,000 دلار مالیات دادن و اجاره و بیمه و اینها اینجوری بشی. بله یه کسایی هستن خانم نمیدونم فلانی یه برنامه درست کرده، اون برنامه رو شرکت IBM ازش خریده، میلیونر شده یه شبه. این به ندرته. فکر کنم آقای افشارها پیغام گذاشتن، بذارید ببینید در رابطه با برنامه بوده یا میخوان که بعد باشون زنگ بزنیم. جناب سروی خسته نباشین، تشخیص شما کاملا درست هستش، اون فرم ثبت نام نامزدها غلطه، همونی که شما گفتین درسته، فرم ثبت نام نامزد اگر بخواد ها بذاره باید بگه فرمهای ثبت نام نامزدها، بنابراین همونطور که شما هم تردید کردید بله اون غلط هستش، فرم شما درسته بود، اینسه فرم ثبت نام نامزد. قربان شما خدا. گفت کمال همنشین در من اثر کرد، 4 تا 5 تا برنامه آقای افشارها داشته، من الان یکم فارسی وقتی میخوام صحبت کنم، حرف بزنم، نتیجه گیری کنم، دست به عصا را میرم. ای کاش هممون یکمی دست به عصا، این دست به عصا یعنی یواشتر بریم. باورتون میشه دوستان به غیر از تو برنامه، من از خود آقای اصالدو سوال کنید، تا حالا چند بار آقای اصالدو اون زیر نوشتم رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. دیدید تو این تلویزیون ها میاد شور هیجان، عاشقتم، پلاکتم، کشتتم، پول بدی، پول میگیره، بعد افسرده میشه میره. 20 سال تقریبا دارم این کار انجام میدم، انتظارم اینه که یه نفر امروز، گفتم آقای افشارها لطف کرد گفت 2 نفر، یه نفر امروز حرف منو بفهمه. من وظیفه‌مو انجام دادم. شما سر کلاس درس که میری، من 3 تا کلاس درس 40 نفره داشتم، شلوغ، همه هم 12 کلاس 12 هنرستان، میدونید یعنی چی؟ بعضی هاشون از خود من پیرتر بودن. شما اگه حتی هدفت این باشه که این 40 تا رو امروز آموزش بدی، امکان نداره. شما میای بهترین تلاشت رو انجام میدی، امیدوار هستی یه نفر بفهمه. اگه 2 نفر فهمید چه بهتر، 3 نفر فهمید، شاهکار کردی. اون وقتا وقتی میگفتیم شاهکار یعنی کار خوبی انجام دادی، چون کلمه شاه میمد تو مغزمون، ضمن این که معنیش یعنی کار بزرگی انجام دادی، شق القمر کردی. حالا چرا شق القمر رو میگن کار بزرگ بمانه؟ این روزا وقتی به یک کسی بگی شاهکار کردی، میگه آه تو رو خدا ولم کن، شاه که کاراش خراب بود، گند زد، بمانه. من یه پیامی رو یکی از دوستان تو برنامه اسمش رو آوردم، آقای نیک دارابی، و ایشون لطف کرده بود یه پیامی گذاشته بود، پیام بسیار جالبیه، من اگر بتونم پیداش کنم اون رو براتون پخش میکنم، و هم از ایشون تشکر میکنم هم از ایشون میپرسم که آیا، بذارید ببینم،
اون نبود، اون مال آقای پیداش کردم. گفتم چی؟ گفتم ما با همه بی نظمی یه نظمی در بی نظمیمون هست. آقای نیک خوش آمدید به برنامه من. چی میگن؟ قیابی. من با شما مصاحبه میکنم، بفرمایید. آقای استادی سلام و درود بر شما. من نیک دارابی هستم، مزاحمتون میشم. بعد سریعا توضیح بدم منظور من در مورد سیاسی اگر نیستی چرا سینه حرام میکنید، و توضیح بدم این قصد اهانت نیست. منظور من با کسانی که میتونن و بایست سیاسی باشن و کوتاهی میکنن و جستش میگیرن که من سیاسی نیستم، در حالی که وظیفه هر انسان آزاده و روشن فکریست که سیاسی بشه. زندگی ما سیاست، ما گروشوریستان هم که میگیم خرید میکنیم، نوعی سیاست خرید، نوع خرید. بعد سوال دیگه من از شما این بود که آیا علم و... نیک جان ببخشید، من میتونم مثل مصاحبه اینو انجام بدم یا باید گوش بدم تا آخرش بعد نظر خودم رو بگم؟ چون دوستان یادشون میره. اولا وقتی شما گفتید من نیک دارابی هستم، من با وجودی که شما رو توی فیسبوک و اینها میشناسم فکر کردم شما میگید من یک دارابی هستم. ایشون اسمش رو اینجا گذاشته نیک، همینجا به من میگن آسکر. بعد یه جایی به من میگفتن تونی توی آلمان. گفتم چرا به من میگی تونی؟ گفت برای که داری میری نیویورک، TONY تو نیویورک. بماند. ممنونم از شما، منم به شما سلام میکنم. شما درود گفتید، درود بر شما، آفرین بر شما. در رابطه با اینکه سیاسی بودن و اینها، ببینید اون تعریف هم ما داریم که تنها اگه سیاسی نباشی انسان نیستی و حیوانی. خب اگه اینجوری بخوای بگی حیوان هم سیاست داره. شما یه سگی رو اگه یه بار سنگ زده باشی، وقتی دم خونه شما دیگه نمیاد، میره از اون ور میره. ما یه سگی رو سالها پیش اداپت کردیم. من روز اولی که رفتم با این راه برم، یکم هم جوان‌تر بودم، شروع کردم دویدن. این به چیز که رسیدیم به این سوراخ‌های آبشی، همچین گردنشو کشید، من نزدیک بود با کله برم بخورم به زمین. گفتم این چی شده؟ خستش شده سگ جوان؟ که نباید خستش بشه. این سگ پیر خستش نشده، چجوری این جوان خسته شد؟ مجبور شدم بغلش کنم از اونجا رد بشم. این مغز منو به کار گرفت که آزمایشش کنم. آزمایش کردم، دیدم این بیچاره مثل که قبل از این که 3 ماهه بود که ما گرفتیمش از شلتر. پول ندید دوستان سگ بخرید، برید شلتر، یه اونجا کمک میکنید به اونا. یه سگی رو که میخوان بخوابونن بکشن شما نجات میدی. ضمناً این ماجرای سگ پرورش دادن و اینها که به نظر من بیزینس خیلی بدی هست، این رو یکمی شما سلو داون میکنید. در اصل ما فهمیدیم این سگه افتاده توی سوراخی، حالا میترسه. خب به نظر شما آقای نیک دارابی، این سگه هم که اونجا که میرسه راه نمیره، این حالا سیاسی شده؟ خب اگه اینجوری من میخوام رهبر سیاسی من این سگه باشه. نه، این یه تعریف غلطی هست. میشه بگیم اونایی که میخوان سفسطه کنن اینجوری ما رو میپیچونن. دیدید تو صحبت شما، حالا این آقای چمنارا، اون روز مصاحبه چمنارا رو ببینید، جالب بود. گفت که این سوربی چون کشتی میگرفته، وقتی یکی میاد اینجا میگه بریم حالا یه دست کشتی بگیریم، معمولا میگن یه سر کشتی بگیریم، چون اون موقع نمیدونم برای سرشاخ شدن بود هرچی. در صورت این پیچوندن ما بوده. حالا یا دیگرانم به شما گفتن شما توی مغزت نقش بسته و این رو قبول کردی، که به نظر من اشتباهه. نظر شما محترم، نظر منم لطفا محترم بدارید. یا اینکه شما میخوای منو بپیچونی اینجوری با هم صحبت میکنید. نه، قرار نیست همه سیاسی باشن. اگه قرار بود همه سیاسی باشیم، ششم دبستان پایان نامه، همش هم میگفتن پایان نامه، پایان نامه تحصیلات ابتدایی که به ما میدادن مینوشتن از دانشگاه علوم سیاسی، نمیدونم از دبستان علوم سیاسی فارغ التحصیل شد. نهم سیکل 1 همینجور، 12 سیکل 2 و دیپلم همینجور، لیسانس همینجور، فوق لیسانس همون. قرار نیست من سیاسی باشم. من سیاسی نیستم آقا، من نرفتم کلاس، من درسشو نخوندم. این تا اونجایی که سیاست مدارا قابل احترامن، علوم سیاسی، اوکی؟ اونجایی هم که سیاست مدارا پدر سوخته هستن و میگیم سیاست پدر مادر نداره، آقا من بابام کوروش نبوده، من بابام جلیله، تو شیرازم من میشناسن، مادرم من میشناسن، پدر مادر خودم رو میشناسن، بی پدر و مادر نیستم که سیاسی باشم. چرا شما به من میگی سیاسی باید باشم؟ چرا میگی همه باید؟
کلمه باید رو حذف کنید. هیچ کس نباید. آقا یه کسی نمیخواد، چرا میگی باید سیاسی باشه؟ بله شما درست میگی، من اگر دیدم امروز جاینت یه مرغی رو میده 6 دلار، همون مرغ رو سیف وی میده 4 دلار، میرم اونجا. من به دلیل اینکه اینو انتخاب نکردم اونو انتخاب کردم، این سیاست نکن آقا همچین. حالا شما که دارابی هستی یه کمی با ما بعضیم باش. بفرمایید. غلطی هستی، منظورم بود که آیا شما فارغ التحصیل دانشگاه مصنعت هستید یا خیر. آها بذار برات بگم، برای اینکه تا یاد دارم انگار شما هنرستان شیراز بودید. بعد در مورد کل برنامه‌تون دیروز یه گله‌ای دارم. خب همینجا وایسا، خیلی جالبه. من دو تا کار تو زندگیم انجام دادم که آمریکایی‌ها میگن peer pressure، یعنی دوستان رود اثر میذارن. مثلا شما نمیخوای سیگار بکشی ولی میگی زشت جلو دوستان سیگار نکشم، سیگار میکشی. یکیش این بود، من اولا چون تو هنرستان بودم، یادش بخیر این آقای نوبختیان به اصطلاح یه آزادی رو به نوع خودش میخواست بذاره، میگفت هر کی میخواد میتونه به جای انگلیسی آلمانی بخونه، که البته ما چون پول نداشتیم بریم کتاب آلمانی و اینا، همون انگلیسی خوندیم. ولی بعد دوتا کار اینه، یکیش این که بچه ها وقتی داشتن دیپلم میگرفتن و اینها، یکی میگو من میخوام برم انگلستان، یکی میگو من میخوام برم هندوستان، اونجا با 300 دلار میشه مثل مهاراجه زندگی کنی، یکی میگو فلان اینها. و من حقیقتش میگم، برنامه‌ای برای خودم نداشتم. من از این معلمی خوشم اومده بود، چون از کلاس دهم، اینم به وسیله آقای خورسندی، هر کی میشناستش میدونه آقای تنبلی بود، آدم خوبی بود ولی تنبل بود. برای که خودش بشینه پشت پنجره تو آفتاب اینجوری کیف کنه، به من میگه سوربی تو درس بده. من رسم فنی درس دادم، بعدش هم خوشم اومد. من فکر میکردم برم معلم، یه چیز داشتیم تو تربیت معلم، تنها چیزی که به فکرم بود این بود. خب بچه ها گفتن که بیاین بریم امتحان اعزام. گفتیم امتحان اعزام چیه؟ گفتن میری تهران امتحان میدی که حالا دوستان شما به من بگید چرا من شهرستانی باید بلندشم برم تهران امتحان اعزام بدم تو زمان شاهنشاه آریامه؟ چرا اینها نباید اون عدم مرکزیت باشه، شیراز برای خودش باشه؟ آقا شیراز انجمن ایران آمریکا داره، بذار برو اونجا امتحان بده. اگه این از طرف دولته، از طرف من اصلا نفهمیدم ما رو کجا بود. خلاصه یه اتوبوس سوار شدیم، آقای حسن کرونی فوتبالیست، آقای نمیدونم جعفر معبودی که الان هم آمریکاست، یه چلتایی. ما حقیقتا مثل رفتن به یه گردشی بلند شدیم رفتیم، اصلا نه انگلیسیمون خوب بود نه بلد بودیم، بلند شدیم رفتیم اونجا. بعدم خودمون نفهمیدیم کجا باید نتیجهش بگیریم. دوستان اومدن گفتن آقا رد شدی. حالا اگه قبول هم شده بودیم، یکی ما گفت رد شدی، گفتیم رد شدی، ما نه پولش داریم بیام آمریکا نه فلان نه بمان. این یکی بود. یکی دیگه رفتن این علم و صنعت و امتحان دادم. داداش من چون توی پتروشیمی و شرکت نفت شیراز کار میکرد و اونجا دیده بود که چقدر این بی‌انصافی هست بین کسی که 12 سال درس خونده و کسی که رفته 4 سال بعد اون 16 سال درس خونده، اون چجوری یه دفعه حقوقش چجوری میشه و اینها، این تصمیم گرفت که به اصطلاح بره برای بالاتر از دیپلم، که با انستیتو تکنولوژی شروع کرد، بعد آمد آمریکا، الان هم دکتره دیگه، دکتر خلیل سوربی الکتروفیزیک، اینجا هم به اصطلاح مدیر چندین دانشگاه بوده. اون اولیش پیر پرشر بچه ها، ما رفتیم امتحان اعزام رد شدیم. دومیش داداش من به من گفت که بیا بریم. گفتم کجا بریم؟ گفت بریم تهران امتحان بدیم. گفتم امتحان بدم برای چی؟ گفت برای این دانشکده. چند تا بود؟ یکی علم و صنعت بود، اینا هم اینقدر اسماش عوض کردن، آریامهر و شریف و فلان اینا نمیدونم، چند تا از اینا بود که باز منم اونم نمیدونم چرا ما با بلند شدیم میرفتیم اونجا. خب برای که اونجا بود، دندت نرم برو دانشکده مهندسی شیراز اگه میتونی. در صورت اونم رفتم، پیر پرشر که من بود، برادر بزرگم بود که 5 سال از من بزرگتره، اونجام رد شدم با سلام و صلوات برگشتیم همون شیراز و انستیتو تکنولوژی و بعدم یه سری آلمان که 84 تا اومدم آلمانی خوندم و اینها. من علم و صنعت نبودم و شما درست میگی، من تو دوتا هنرستان بودم، هنرستان محمد رضا شاه
که انقلاب که شد شد هنرستان طالقانی، من تو اون هنرجو و اینها بودم، همونجا شبا انستیتو تکنولوژی شیراز بود، بله، که بعد شد طالقانی. ولی یه چیزی میخوام بهتون بگم، اونایی که هی اسم میذارید، اونی که نوشت انستیتو تکنولوژی شیراز موند، عوض نشد حتی بعد از انقلاب. ولی هنرستان محمد رضا شاه پهلوی شد طالقانی، خدا میدونه حالا چی شده باشه، خدا میدونه بعدم چی بشه. دنبال اسمی برید که در رابطه با مردم باشه، در رابطه با محل زندگیشون باشه، هی اسمای علکی نذارید. نه عزیزم، من از علم و صنعت فارغ التحصیل نشدم. بفرمایید. که شما متاسفانه در مقابل نظر یک از کسایی که کامنت گذاشته بودن عکس العمل نشون دادید، خیلی عصبانی شدید و یه مقداری به قول خودمون بد و بیرا گفتید. من چون خودم را یک راه مصدقی میدونم، به علت اینم که من خودم را راه مصدقی میدونم، بزرگترین خصیصه شخصیت برجسته ادب و احترامش بود، من میخواستم خواهش کنم که شما هم به عنوان مسئول یک وسیله ارتباط جمعی مثل تلویزیون، بیشتر وظیفه شما پخش نظرات چشم. ببین، شما اول میگید خواهش میکنم، بعد شما میگید بیشتر وظیفه. آقا این وظیفه منو کی گفته؟ من میام استخدام میشم، شما یه شرکتی داری، اینجا بهش میگن جاب دیودی، تو ایران میگفتیم شرح وظایف. وقتی میرفتیم استخدام میشدیم به عنوان دبیر هنرستان، میگفتیم شرح وظایف چیه؟ میگو اینا اون آخرش مینوشتن. حالا فقط اینا نیست، اگه آقا یه وقتی ناظم پاش شکست نیومد، بهت گفتن امروز ناظم باش، نه یا این کاغذو بگیر بگو نه نگاه کن من قرار نیست ناظم باشم، همینجا هم همینجوره. ولی این که شما میگی باز دوباره باید، پس تا حالا نتیجه صحبت شما این شد، ما باید سیاسی باشیم، چه بلد باشیم چه بلد نباشیم، باید ادا در بیاریم سیاسی هست. من باید هر کی فوش خوار مادرم بهم داد، مثل آقای دکتر مصدق که میرفت پهلو مادرش گریه میکرد و مادرش بهش میگو باید خوشحال باشی، اگر بی تفاوت بودی مردم فوشت نمیدادن، اگر آدم بدی بودی مردم فوشت نمیدادن، چون آدم خوبی هستی مردم فوشت میدن، باید مثل مصدق باشن که مورد پسند شما باشن. دوست عزیز، آقای مصدق چرا فکر نمی کنی اشتباه کرد؟ اگه جواب این پدر سوخته ها رو میداد، اگه میزد به اینا میگفت که ببین اگه یه فوش بدی دو تا فوش بهت میدم، چرا فکر نمی کنی موفق میشد؟ ممنونم، دوستت دارم، برو جلو آینه یه بوس گنده، یه ماچ گنده از قول من به خودت بکن که طرفدار مصدقی. ولی آیا مصدق همه کاراش درست بود که شما ازش یه بت بسازی الان زندگی من رو هم به من پیشنهاد کنی مثل اون باشم؟ آقا من نمیخوام مثل مصدق باشم، نمیخوام مثل مسیحی ها باشم که اگه تو این گوشم زدن اون گوشم هم بگیرم. من اگه یه کسی زد تو گوشم، چه بخوام چه نخوام، ناخودآگاه این مشته میاد بالا، دو تا چپ یه راست، یه لقد هم میزنم تو فلان جاش. چرا شما فکر نمیکنی این کاری که من میکنم درسته؟ درستان ممنونم. ممنون، بفرم. دونه نداره، شما برای دونه دونه اونها موضوع بگیرید. وقتی موضوع بگیرید در همین علت با توجه به فرهنگ و خصوصیات ما به شما رنگ میزنن، یکی میگه سلطنت طلبی، یکی میگه وزیر جمهوری اسلامی هستید و غیره. بنابراین به نظر من هیچ لزومی نداره جنابعالی موضوع بگیرید، شما لطف کنید نظرات مردم رو پخش کنید، اشکال نداره. ما 70 میلیون هستیم با 70 نو نظر، هیچگاه یکی نخواهم شد، این خیلی عادیه. به نظر من تنها علاج ما زمانه و طول میکشه تا انشالله همه اون بتونیم هم دیگر تحمل کنیم. نظراتی که میدیم بر اساس بررسی، تحقیق، مطالعه و کامل باشه و خلاصه سریع تصمیم نگیریم چه تو پتن نکیم. و من مطمئنم که شما هم این تلویزیون رو انداختی پشتتون در شرایط خیلی روشنگری مردم رو هم دیگه نزدیک کنید و ما هممون یک دشمن مشترک داریم، اونم رژیم آخوندیه که همه وظیفه داریم مملکتمون رو از دست اینا خلاص کنید. فعلا بعدم که مملکت آزاد شد میریم توی پارلمان، توی مجالسمون، توی سرکله هم میزنیم.
خب چون این پیام ما 3 دقیقه بیشتر اجازه نمیده به دوستان، ایشون صحبتش همینجا پایان گرفت و ممنونم، بازم ممنونم. و دوست عزیز با شما موافقم که زمان لازم داره تا ما بتونیم از یک فرهنگ خوب سالم برخوردار بشیم، ولی با شما موافق نیستم که من و دیگران باید همه اون روشی رو که شما دوست دارید. حالا من به شما یه پیشنهاد میکنم، شما یه برنامه بذار، هفته 10 دقیقه برای ما صحبت کن، هفته 10 دقیقه برای مردم صحبت کن، به اون راهی که دوست داری اینها رو هدایت کن، حمایتشون کن، هر کاری میخوای بکنی. و از این که من بیام اینجا بشم مثل ویجتبل، یعنی خاصیت نداشته باشم، هر کسی هر غلطی دلش خواست بکنه، خب من اونایی رو که نمیتونم نمیبینم میگم ببخشید، هر گاهی میخواد بخوره بخوره، حالا میدونم میگه آه ما این همه نصیحت کردیم این دیگه کیه، بخوره تا سیر بشه، ولی اونی رو که میبینم میشناسم یقهشو میگیرم، به مردم معرفی میکنم، میگم خود این که میاد میگه فلانی میخواست از جمهوری اسلامی پول بگیره، خود این آقا با آقای انصاری گفته که اینایی که تو دفتر حزب هست، تو دفتر حفاظت هستن، اینا شاگردای شما بودن تو ایران، ببین میتونن یه پولی به این بدن که این به اصطلاح رادیو تلویزیونش وسیله چیش یه کمی رونق بگیره. من معرفی میکنم، من میام میگم، به همین خاطره که 20 ساله چه اونی که گفته این مجاهده، آقا اولا من میگفتن این کمونیسته، مجاهده، بعد گفتن جمهوری اسلامیه، بعد گفتن شاه اللهیه، اینو رضا پهلوی پول داده چون داره از دور میره بیرون که رضا پهلوی رو مطرح کنه، همه چی گفتن، بگن تا بمیرن، من که نمیخوام خودم و زندگیم عوض کنم بر اساس اونها، یا بترسم بر اساس اونها خودم عوض کنم، ولی یک گله از شما دارم، شما که روی فیسبوک ما هستی با ما آشنا شدی، خب دوست عزیز یه حمایتی یه کاری، شما فیلمای آقای مصدق رو، صحبتای دوستانی که طرفدار آقای مصدق هستن مثل آقای بهرام مشیری که عکس مصدق رو گذاشته اونجا، روز 10 تا فوش بهش میدن، اینا رو یه پولی 5 دلار 10 دلار روزانه بده تا ما برات پخش کنیم اینجا. چه جوری شما میخوای زمان حل کنه؟ هیچ کاری نکنیم همه وایسیم؟ نه، شما این فیلم ها رو پخش کن، امروز 2 نفر ببینن، فردا 10 نفر ببینن، از ایران 20 و چند هزار نفر دیدن، شماره دارم آقا، نشونتون میدم. ممنون، متشکرم. بریم، امروز ساعت 16 بعد از ظهر با آقای حسن اجلالی هستیم، کارشناس ارشد. و اما خبر خوب، حراج یادتونه میگفت که صاحب باغ مرده، ارزونش کردیم. حالا ببین چه ملت بی انصافی بودیم که طرف میگفت صاحبش مرده، انار میخواست مثلا بفروشه، صاحبش مرده، امروز مثلا نصف قیمت شد، ما میرفتیم بیشتر میخریدیم، به جایی که بگیم بابا این صاحبش که مرده، ما امروز 2 برابر به شما پول بدیم که این بده به خانوادهش خرج کفن و دفن این بچه ها یتیم، ببخشید نه بچه ها، بابا و این بچه های یتیمش چی بشن. اوکی، آقای محمد نوریزاد، من نمیدونستم ایشون دکتر محمد نوریزاده، شما میدونستید ایشون دکتر محمد نوریزاده؟ یا بعضیا به خاطر اشتباهی که بین اسم ایشون هست و آقای نوریزاده میگن دکتر، در اصل من نمیدونستم ایشون، میدونستم فیلمساز هست و در دستگاه آخوندا بوده و بعدن شکایت به اصطلاح ناراحت شده ازشون. حالا بماند، نوشتن از فاز جدید حرکت خود میگوید، یعنی دیگه از این بهتر نمیشه. آقای کیانزاد، اگر نهاد مردمی نتونست کاری بکنه، اگر پان ایرانیست نتونست کاری بکنه، اگر این صندوق نتونست کاری بکنه، اگر از اون فازهای قبلی که آقای نوریزاد داشت، سفر عشق، سفر سر، راهپیمایی آقای نمیدونم ملکی، راهپیمایی مادر فلان شهید، اینها نتونستن کاری بکنن، مژده فاز جدید دکتر محمد، من میگم محمد نوریزاد، محمد نوریزاد شروع شد. چی هست و اینها نمیدونم، من 2 بار با ایشون مصاحبه کردم، میام صحبت میکنم، یک یعنی اگه بشه باشون باز یه قراری میذاریم صحبت کنیم ببینیم فاز جدیدشون چیه. وقتی اسم فاز میاد، اینایی که رشته برق خوندن فوری
برق یه فاز و دو فاز و سه فاز میاد و اونایی که برق گرفتتشون میفهمن تفاوت دو فاز و سه فاز و یه فاز و اینها چیه. کاگو جون کاسب را کند. آها این رو روز خوندم، بذارید ببینم. نه من این پیغام بذارید دوست عزیز، پیغام بذارید. جالب این شماره تلفن تلویزیون رنگارنگه، نمیدونم ایشون خبر نداره که من بین دو تا چهار روی ایر هستم. فکر کردم این موقع خودش هم داور روی ایر هست. در صورت بذارید یه چند تا براتون بخونم و بریم استراحت کنیم تا آقای اجلالی بیاد. آها من یه ایمیلی رو فرستادم با یه عکسی که شرح حال همه ماست. شنیدید این روزا ما هی میگیم آقا گذشت اون دوره، الان عصر ارتباطات هست و فلان و بیسار. آیا به نظر شما این عکس این عصر ارتباطات رو برای من و شما باز نمیکنه؟ بابای گوشی گذاشته رو گوششو، عینکم روی سرشو، داره با لپتاپ حالا موزیک گوش میکنه. میبینید که علامت موزیک رو کلش هست. مادره هم داره با آیپد و نمیدونم اینها باز گوشی گذاشته داره موزیک گوش میکنه. بچه هم این اسباب بازی ها داشته بازی میکرده، رفته افتاده توی آکواریوم و هیچ کدوم از این دوتا خبر ندارن. نوشته، خیلی هم قشنگ نوشته، دروغ بزرگ قرن را به ما گفتن. گفتند عصر ارتباطات است، ولی واقعیت این است که عصر قطع ارتباطات است. این رو من برای چند تا دوست فرستادم، یکی از اونها آقای مصطفی زاده بود. آقای مصطفی زاده پاسخ نوشتن که با سلام جناب سوربی، مدت ها قبل در این رابطه من و شما در مردم تیوی با هم صحبت کردیم اما بینندگان توجه نکردند. از کجا میدونید توجه نکردند؟ شما به بینندگان گفته بودید اگر اینو قبول دارید چه کار کنید، بیاین فلان روز اینجا کامپیوتراتونو بشکنین برای من بنویسید درست میگی. از کجا میدونید توجه نکرده؟ ما یکی از اشکالامون اینه که فکر میکنیم یک دقیقه ویدیو اگه درست کردیم تمام ایرانی ها اینو دیدن، برای دوستاشون هم فرستادن. اگه اینجوری بود که دائم هر هفته هر روز این فیلم ها یه چیزی رو پخش نمیکرد. یه آگهی رو شما ببینید چند بار پخش میکنن، برای اینی که میدونه یه وقت شما ندیدی، یه وقت دیدی توجه نکردی، امروز میخواد به زور بره تو مغزت. خود من الان یادم نمیاد من و شما در رابطه با این صحبت کرده باشیم. اینقدر جریان سود میگذره، فست میخواستم بگم، با سرعت میگذره. در صورت شما نوشتید که توجه نکردن، هیچ دروغی در این زمینه به ما نگفتند. عصر ایجاد ارتباطات آمد و زمان آن به پایان رسید. اکنون عصر ایجاد اختلافات است که این را هم از اندک زمانی به پایان. بذارید من دوستان نشون بدم که اون آقا جمشید نگه شما سه بار شهر رو گفتی شهر. جمشید هم دیگه مثل که این هفته تا هفته نگاه برنامه ما میکنه پاسخ نداد، یا ترس $10 باختن فعلا فراریش داده. ببینید جناب سوربی، مدتها قبل در این رابطه من و شما در مردم تیوی صحبت کردیم اما بینندگان توجه نکردن. هیچ دروغی در این زمینه به ما نگفتن. عصر ایجاد ارتباطات آمد و زمان آن به پایان رسید. اکنون عصر ایجاد اختلافات است که این را هم پس از اندک زمانی به پایان خواهند رسانید. پس از آن نوبت به ایجاد خصومت ها آغاز خواهد شد. غلط این جمله. پس از آن، مثلا درست نیست این جمله، نوبت به ایجاد خصومت ها شروع میشه. I don't know. خواهد رسید، شاید درست باشه، نمیدونم، فارسیم زنگ زده. و بعد هم باید در انتظار ایجاد خطرناکترین جنگ ها و قتل عام ها باشیم. بنابراین آنها دروغ نگفتند، بلکه ما منظور آنان را از ایجاد ارتباطات درک نکرده و نمی کنیم. تنها سروران، مجریان جیرخار فرامین آنان خواهند ماند و آنان که به بردگی سروران به معنی واقعی و آشکار تن خواهند داد. باور این سخنان
برای هر که مشکل است می توانند به کتاب دستورالعمل سیاست جهانی مبتنی به موضوع زیر رجوع کنند. درست میگم این؟ سیاست جهانی مبتنی به موضوع زیر رجوع کنند. ما مخالفین دشمنین خود را چون برگ علف خشک زیر پا خرد خواهیم کرد. تقدیم به دموکراسی خواهان، آزادی طلبان و فعالان حقوق بشر به ویژه از نوع ایرانی. ارادتمند مصطفی زاده. از شما ممنونم آقای مصطفی زاده. یه چیزی راجع به این ماجرای داستان حابیل و قابیل برای من بگید که چی بوده؟ اون برادره اونو کشت و رب پهلو خدا جریمش بده، خدا بخشیدش، چیه؟ میخوام در این مورد یکم صحبت کنم. و اما دوستی داریم به نام آقای سیامک ستوده. ایشون همونجوری که آقای افشارهام گفتن سالهای سال هست قلم میزنن و مینویسن و من اولین مجری تلویزیون ایرانی هستم که وقتی ایشون کتاب سکس در اسلام رو نوشت من گفتم باهات مصاحبه میکنم. اون موقع نه خرج پولی بود نه حرف پولی بود. از خود ایشون سوال کنید. همچین که ایشون معروف شد، کتاباشو فروخت و تلویزیونای دیگه آمدن سراغش و پول گرفتن، دیگه ایشون ما رو فراموش کرد. ببینید دوستان، سال هاست می نویسه. بنده خدا من آخرین ویدیوهاشو که دیدم، دیگه دیدم اون مریضی رو داره. بهشم هی گفتم آقا این بعض وقتا فقط از، میدونی که ما همه دکتر هستیم، گفتم این فقط از استرس و اینها هست، یکم به خودت برس، خیلی شور نزن اینها. ولی امروز براش نوشتم آقا ستوده، من شما رو سالها میشناسم، ویدیوهاتون رو دیدم، برنامهاتون رو اینجا پخش کردم، نوشته هاتون رو خوندم، هر چی از شما میبینم ذکر مصیبت و تاریخه. هیچ چیزی شما در رابطه با چه باید کرد ننوشتید. اگر نوشتید من یه وقت یادم رفته میسش کردم. میس کردم به ایرانی چی میشه؟ اینه که میگم فارسی گیر میکنیم، بعضی وقتا نداریم یه چیزی ره، میسش کردم، ندیدم، حواسم نبود، یه چیزی. در صورت یه دوستی داریم داریوش با صفا، ایشون خیلی قشنگ نوشته، نوشته که آقا سوربی سلام، در برنامه روز جمعه سوربی با مردم بخش کوتاهی از صحبت‌های یکی از مبارزین خسته ناپذیر راه دیگ و قابلمه بانوی به نام زینا تهرانی را پخش کردید. توجه کنید که سازمانی که خودش را ایران آریایی مینامد و هدفش نابودی نظام جمهوری اسلامی هست، حتی ساده ترین جمله را به فارسی غلط نوشته است. وقتی این بانو صحبت می کند در پایین صفحه تلویزیون یک شعار نوشته شده که ما برای نابودی نظام توی پرانتز یا هرچی جنایتکار آماده می کنیم. آخه کاگو سوربی، 1 میلیون ایرانی در لس آنجلس هست، اینها نتونستن از یک نفر که تحصیلات ششم ابتدایی داره بپرسند که جنایتکار باید نوشته بشه نه جنایتکار جدا جدا. و اون ماجرای جیشم فعل و ایناشم درست نیست. در هر صورت خیلی ممنون. باز برگردیم با آقای اوسانلو. آقای اوسانلو میبینی مردم دقت میکنن و ایرانی ها مخصوصا خیلی ملا لغتی هستن، همه دقت میکنن. بله، این شرایط نامزدی رو حالا یه چیزی براتون بگم. ببینید دوستان، باز من نفهمیدم این شرایط نامزدی هست که دولت ایران برای اونها معین کرده یا شرایط نامزدی هست که این دوستان برای من و شما معین کردن. نوشته که تابعیت ایرانی، نامزد میبایست امضای 500 نفر رای دهندگان با شرایط حوزه خود را با مشخصات امضا کنندگان جمع‌آوری و به ایمیل khabargar@gmail.com ارسال کند. خب من که این کارو نکردم. آقا من که این کارو نکردم و شما قبول کردید، اسم منو گذاشتید، عکس منو گذاشتید، تکمیل کامل فرم سمت راست، ارسال عکس انتخاباتی، ارسال تصویر مدرک رسمی شناسایی، کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، مدارک ارسالی جهت احراز هویت می باشد و تکثیر نخواهد شد، تعهدنامه کاندیداها، من به عنوان شهروند ایرانی مدافع حقوق بشر. دوستان این خود human right کلمش ترجمه کنید یعنی حقوق مردان. برید اونایی که لاتین و اینا بلدن برید بخونید، چون باور دارن که وقتی حقوق مردان رعایت بشه زنها چون دارایی مردها هستن حقوق اونها هم رعایت میشه. گفتنی ها کم نیست، من تو کم گفتیم، ساعت 3:54 دقیقه است. بریم که آقای
اجلالی برنامه سر موقع اجرا بشه. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. از دوستان آقای مصطفی زاده، آقای نیک دارابی، آقای افشارها، آقای کیانزاد ممنونم که با ما بودن. امیدوارم شما هم تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید و دیگران رو هم به تلویزیون مردم، اگه جای دیگه هستین بگید با تو این تلویزیون مردم اینجوریه و میتونید بیان برنامه داشته باشید. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. امروز بعد از برنامه من برنامه زنده آقای اجلالیه، بعدش برنامه آقای شبستری، بعد آقای چمنارا روز پنجشنبه برنامه داشتن، تکرارشو میبینید، اگه ندیدید حتما ببینید، بعد آقای ارشاد، بعد آقای مینوی. یکی از دوستانی که قبلا هم با آقای افشارها نامه نگاری کرده بود از طریق من، بعد باز نوشته بود اینو بده به آقای افشارها، گفتم نه، هم آقای افشارها هم من به این نتیجه رسیدیم که هر کسی میخواد اگه رو اینترنت و اینها هستید با ایمیل با ایشون تماس بگیرید، info@kaveacademy.com. اگر اهل کامپیوتر و اینها نیستید، از نمیدونم ما رو از کجا میبینید، با تلفنشون هم هست توی برنامهشون هست، ببینید و تماس بگیرید. و این ما اینجا بعض وقتا اینجوری میشیم آتش بیار معرکه، از این ببر به اون، از اون ببر به اون و الی آخر. در اصل ایشون فهمیده بود من چی میگم، گفته بود بسیار عالی، من از شما ممنونم به خاطر فهمیدنتون. دوستان تشکر کنیم از اونایی که میفهمن، مرسی، خدا نگهدار. اونایی هم که نمیفهمن بهشون فحش ندین، یادشون بدین این بلاخ ایرانی نبود، این علامت گود لاک، خوشبختی، پیروزی آمریکای، پیروزی نه پیر، این سول ویکتوری، پیروزیه. قاطی کردم، خدافظ.